عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم. 1 اکتبر 2024 میلادی، 10 مهر 1403 خورشیدی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی. با افتخار در خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم هستم با یکی دیگه از ویزاهای کلاب هاوس. دیشب اتاق حدوداً 6 ساعت خورده‌ای برگزار شد. آقای جمشید چالنگی و خانم غزال مدیریان اومده بودن کلاب هاوس و در این اتاق مثل برنامه‌هایی که آقای چالنگی و خانم مدیریان در کانال آقای چالنگی داشتن، این بار هم شروع کردن به افشاگری و پرونده‌های جالبی رو رو کردن. زیاد نمیخوام راجع به این ویدیو صحبت بکنم چون انقدر جالب هستش که فکر میکنم مورد توجهتون قرار بگیره. 2 ساعت و 10 دقیقه از این اتاق 6 ساعت و نیمه رو براتون جدا کردم، جاهای مهمش رو، جاهایی که خانم مدیریان و آقای چالنگی صحبت میکنن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. در اواخر این اتاق هم آقای جم، افشین جم اومد و صحبتهای ایشون رو هم کامل گذاشتم چون از طرفداران خانم علی نجات هستش و جوابی که به این آقای جم میدن، چون خانم غزال مدیریان تمام پرونده هایی که در ارتباط با مسیح علی نجات هستش رو داره رو میکنه و بررسی میکنه و افشاگری میکنه. این رو هم بگم اگر یکم الان حواسم پرت شد، به خاطر اینکه الان یه 3-4 ساعتی هستش که دارن توی تلویزیون انگلیس اعلام میکنن که ایران قراره تا آخر امشب یه 200 موشک بفرسته برای اسرائیل. البته تمام تحلیلگرها و افرادی که دارن صحبت میکنن این بار میگن مثل قضیه ماه اپریل نیستش که ایران یه سری از این پهپادهای آروم فرستاده بود و یه حالت سیگنال میخواست بده که آره اگه بزنی میزنم ایران، ولی با این کاری که داره الان میکنه دیگه داره اعلان جنگ رسمی میده به اسرائیل و حالا باید ببینیم در روزهای و ساعتهای آینده، بهتره بگم، چه اتفاقاتی میفته. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. مثل همیشه زنده باد ایران، ایرانی با شرف، لعنت بر تیم مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. قربونتون برم، دم همتون گرم، خیلی مخلصم. سلام خدمت شما و سلام و خوش آمد به خانم غزال مدیریان عزیز و همینطور سلام و درود به همه همراهان شما در این کلاب هاوس. ممنون از دعوتتون و ممنون از مدیریت این برنامه پیشنهادی شما. خوشحالم که با شما هستم و همراه با سرکار خانم غزال مدیریان و همینطور دوستان عزیز در سراسر دنیا. پاس از شما جناب چالنگی. درود و سپاس دارم خدمت همه شما عزیزان و همراهان این اتاق بسیار بسیار خوش نام و از اینکه من رو قابل دونستید و به جمع خودتون دعوت کردید بسیار بسیار سپاسگزارم. از جناب چالنگی عزیز، استاد خوبم، که این روزها با حمایت و معرفیشون میتونم بیشتر حرف هام رو به گوش هممیهنانم برسونم. هم بسیار بسیار سپاسگزارم برای معرفی این جمع نازنین به من و این فرصت که فراهم شد که در کنارتون باشم. امیدوارم که بتونم بله قطعا. ببینید، زمانی که انتخابات 88 در ایران و خیزش مردم در پی اون انجام شد، این اشتیاق اوباما برای برقراری یک رابطه با جمهوری اسلامی همچنان در جریان بود، اما به خاطر نقض فاحشه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی یک به اصطلاح مانعی از سمت جامعه جهانی برای اوباما ایجاد شد که
با این اوضاع آیا واقعا درسته که بخواید با یه همچین حکومتی یک همچین رژیمی مماشات بکنی و مذاکره بکنی و دست دوستی سوش دراز بکنی؟ خب عموما قصد نداشت که این مذاکرات متوقف بشه، چون سیاست همونطور که ما میدونیم چیزی نیستش که به امروز و فردایی باشه که من بخوام برای دوستان توضیح بدم که پشتش چی میگذره. اینا در پی راهی بودن که بتونن مذاکرات رو ادامه بدن، اما اون وجهه مادرانه دموکراسی ایالات متحده هم خدشه‌ای برش وارد نشه، مخصوصا جلوی مردم خودشون که در انتخابات نقش اصلی رو ایفا می کنن. بنابراین اینها اول خودشون با هم به مشورت پرداختن در جلسات خصوصی دولتی و بعد شروع کردن به اینکه خب ما احتیاج داریم که با ایرانیان آمریکایی که با ما در این زمینه فعالیت بکنن و همکاری بکنن هم صحبت کنیم، پای اونها رو هم وسط بکشیم، چرا که اونها ممکنه نفوذ بیشتری در بین ایرانیان و جوامع ایرانی داشته باشن و از طرف دیگه ما اگر بخوایم در جوامع جهانی خودمون رو توجیه بکنیم، اونها رو به عنوان نماینده های مردم ایران میتونیم معرفی بکنیم و بگیم که با اینها مشورت شده و اینها راهی که ما داریم پیش میریم مورد توافق جامعه ایرانی هم قرار داره. و در جلسات خصوصی که برگزار شد، هیلاری کلینتون که اون زمان وزیر امور خارجه دولت اوباما بود، پلی زد با مهرانگیز کار به عنوان فعال حقوق بشر. یعنی اولین، من میتونم بگم اولین ارتباطی که با جامعه به اصطلاح حقوق بشری ایران برقرار شد، خانم مهرانگیز کار با هیلاری کلینتون بود. میدونیم که ما اون زمان خب شیرین عبادی رو داشتیم از مدت‌ها پیش به خاطر جایزه نوبل، ولی خب چون ایشون در اروپا ساکن هستن خیلی اینجا امتیازی نداشت صحبت با ایشون. و خب خانم مهرانگیز کار که من فکر میکنم از 4 سال قبل از اون به آمریکا اومده بود مورد مناسب تری بود. به هر حال خب مشخصا من از مفادی که در این جلسه در موردش بحث شد اطلاع ندارم، اما وجود کریم سجادپور در همون جلسه این رو نشون میده که بحث در مورد این بود که چه راهی رو میتونیم داشته باشیم که مماشات رو با جمهوری اسلامی خدشه‌دار نشه، مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه قضیه حقوق بشر هم یه طوری پوشش بدیم که نشون بده که مثلا ایالات متحده نگران حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران و توسط جمهوری اسلامی هست. بعد از اون دوباره چی میبینیم؟ نشانه های دیگری میبینیم که به جرأت میتونم بگم در 90% مؤسسه های حقوق بشری که تأسیس میشن، خانم مهرانگیز کار یا عضو هیئت مدیرشون هست یا یکی از مشاورین. و همونطور که باز هم میبینیم خط و مشی این مؤسسه هایی که من راجبشون صحبت میکنم که مثل زنجیره به هم متصل هستن، همه یکی هست و کسانی که پروموت میشن و بیانیه هایی که داده میشه، یک سری بیانیه با هم صادر میشه، یک سری حمایت ها برای یک سری زندانیان خاص ایجاد میشه و انجام میشه، که اینا همه نشان دهنده این هست که سیاست کلی این مؤسسه ها از یک جا نشأت میگیره و اون هم منافع دولت آمریکا در مقاطع مختلف زمانی هست. این یه به اصطلاح مختصر طولانی بود از این مدارک. خواهش میکنم، مرسی. من خوش آمد میگم به جناب افشینجم، کوروش کلهر گرامی و دوستانی که با ما هستن، بانو توکلی، جناب مهدی زمانی، آقای
کابوس ارجمند من دعوت فرستادم، تشریف بیارید حتما بالا، شما را بشنویم صحبتی دارید و خیلی ممنون و متشکر از اینکه با ما هستید، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید به این اتاق و ممنونیم که شما را هم بشنویم. جناب کلهر شما بفرمایید، فرمایشی دارید حتما و بعد میپردازیم به جناب جم و آقای ارجمند. بفرمایید، شما را میشنویم. من حرفی برای زدن ندارم به غیر از اینکه درود بگم به یکایی که همینان عزیز که در این جلسه هستن. من سراپا گوشم. خیلی ممنون از اینکه با ما هستین. جناب افشین جم شما رو میشنویم، خوش آمدید. مایکتون بسته است جناب افشین جم. بوزش میخوام. من درود دارم خدمت شما و مهمانان عزیزی که در این صفحه هستن. افتخار دارم که در خدمتون هستم، به خصوص سرور گرامی استاد من جناب چالنگی که تشریف دارم و من خدمتون بسیار ارادت دارم. قبل از اینکه بخوام مطلبی رو خدمت شما و دیگر هموطنان مطرح بکنم، ترجیح میدم که یک کمی بیشتر بشنوم از خانم مدیریان که بعد بتونم روی گفته هایشون نظر بدم. البته ناگفته نماند، من در این چهار جلسه ای که جناب چالنگی برنامه داشتن با خانم مدیریان به دقت گوش کردم، همینطور نظرات ایشونو در نشستی که با آقای با کانال یک داشتن، شش جلسه داشتن، گوش کردم و یادداشتهایی رو برداشتم. نکته ای که میخوام قبل از اینکه ویانه رو رها بکنم این هست که همه ما امیدوارانه برای نجات کشورمون کار میکنیم، زحمت میکشیم و داوطلبانه در این چند دههی که در خارج از کشور هستیم، دغدغه ما و شماها که اینجا هستین نجات کشورمونه. در این حال ما افرادی رو داشتیم و داریم که در گذشته مشعشعی نداشتن، روشن نداشتن و خطاهایی رو کردند و این خطاها باید نقد بشه و از اون خطاها یاد بگیریم. از طرف دیگه بسیاری کسانی رو داشتیم و داریم که علاوه بر این که گذشته خیلی بشه گفت ناهنجاری داشتن، ولی در زمانهایی به مردم پیوستند. بنابراین ما در عین حالی که باید، به نظر من البته، اون گذشته رو نقد بکنیم و شفاف باشیم، از کارهای خوبی که برای کشورمون میکنن، برای مردممون میکنن، باید پذیرا باشیم، خوش آمد بگوییم و بتونیم این کارهای خوبشون رو ارج نهیم و بتونیم که پیشرفت بکنیم. نکته آخری که در اینجا قسمت، در این قسمت خدمتتون عرض میکنم، بدون همکاری همه یا حد اکثر مردمی که نگران کشورمون هستند، نتونیم با همدیگه همکاری بکنیم و یک صدا بشیم. اگرچه ممکن عقاید مختلفی داشته باشیم، ما نمیتونیم بر جمهوری اسلامی غلبه بکنیم. یادمون باشه که آخوندها شعارشون چی هست؟ اوجب واجبات نگهداری جمهوری اسلامی است. ما هم اوجب واجبات ما سرنگونی جمهوری اسلامی است و صندوق رأی هست که تعیین کننده نوع حکومت خواهد بود و صندوق رأی هست که میتونیم به یک حکومت دموکراتیک و مردمی سکولار بتونیم برسیم. از اینکه منو وارد صفحه بالا کردین
از شما بسیار سپاسگزارم خانم مینا، بسیار سپاسگزارم. من گویانا رها میکنم. خواهش میکنم جناب. ببخشید خانم مینا عزیز، من یک سوال در مورد صحبت‌های جناب افشین جمع دارم. ایشون اشاره کردن 6 جلسه با کانال 1، منظورشون من نشستی داشتم 6 جلسه نشست من داشتم با کانال 1؟ نه، من شاید باید اصلاح بکنم. برنامه شما رو که در کلاب هاست داشتین اصلاح میکنم، پوزش میخوام. برنامه که شما در 6 جلسه در چند جلسه داشتین، آقای همایون در 6 جلسه اونو پخش کردن و به علاوه اون مطالبی که خودشون و ممکن دیگران در اون جلساتی که پخش شد در اون برنامه هاشون اضافه کردن، که البته در هست میشود هموطنان میتونن، کسانی که علاقه مند هستن میتونن مراجعه بکنن و اون برنامه ها رو ببینن. امیدوارم که این توضیح من کافی باشه. بله متشکرم، چون من هیچ وقت با کانال 1 نه نشستی داشتم نه تماسی و نه مصاحبه‌ای، و ضبط شده کلاب هاست که از اون کانال پخش شد هم با من هماهنگ نشده بود، برای همین می‌خواستم که این روشن بشه برای شنوندگان عزیز. ممنون از توضیح شما. سپاس از شما، خیلی ممنون و متشکر. جناب ارجمند شما رو میشنویم و بعدم جناب ساموئل رو، بعد برم سراغ جناب چلنگی گرامی. بفرمایید. بله، با درود به شما بانو مینا رضوانی، مدیر برنامه کلاب هاوس همیشگی ما اول فقد اتحاد. بسیار خوشحال هستم که جناب چالنگی هم در این برنامه هستن و خانم غزال، و بسیار مایل هستم که سخنان این دوستان میهمان رو بشنوم و برهای لازم رو بگیرم. من صحبتی اکنون ندارم. زنده باشید. سپاس از شما، خیلی ممنون. جناب ساموئل بفرمایید، شما رو میشنویم. درود به همه باشندگان عزیز که در این تالار هستن. سپاسگزارم از حضور همه دوستان عزیز، سرکار خانم بانوی غزالی مدیریان، استاد بزرگوار جمشید چالنگی، جناب آقای کوروش و جناب افشین جمع و کاووس ارجمند همشهری خودمون و خانم غزالی مدیریان رو توی برنامه آقای تنگستانی من پیگیری میکردم و اتفاقا این برنامه آخرشون بسیار بسیار به دل من نشست. البته کم و کاستی هایی داشت از لحاظ اینفورمیشن که حالا بعدا توی برنامه حالا صحبت میکنیم، ولی بسیار بسیار خوب رفتار و برخورد شده بود و کار بسیار ارزنده ای بود. سپاسگزارم از همه. خواهش میکنم، خیلی ممنون. مرسی ساموئل جان. من باز هم ضمن خوش آمد و سپاسگزاری از جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار مجری تحلیلگر ایرانی که دعوت ما رو پاسخ دادن، با بانو غزال مدیریان تشریف آوردن، یه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه وارد تالار شدن. با این دو مهمان گرامی بسیار خوشحالیم که میزبانشون هستیم امروز. جناب چالنگی گرامی، خواستم از شما سوال کنم، سوالی که اومده از طرف دوستان، که به عنوان یه تحلیلگر روزهای پیش روی ایران رو و ایرانی که در چنگال جمهوری اسلامی قفل شده رو چگونه میبینید، و به عنوان یه تحلیلگر دوست داریم که پاسخ شما رو بشنویم در اینجا، تا بعد سوالایی که باز از بانو غزال شده ادامه میدیم انجام میدیم. بفرمایید. من درود میگم به دوستانی که تازه اومدن، باز هم به دوستان دیرینه خودم جناب کوروش عزیز، کوروش کلهر گرامی، و همینطور دوست دیرینه آقای افشین جمع، افشین عزیز، و بقیه دوستانی که جدید و قدیم که هستن و من احتمالا اسمشون نمیبینم. من قبل از این موضوع خیلی سریع بگم که مورد پرسش شما نبود، ولی مایل بودم این توضیح رو بدم که چرا من مشتاقانه خواهش کردم و از خانم مدیریان که بیام یک سلسله گفتگو داشته باشیم در کانال یوتیوب. به عنوان یک روزنامه نگار که میشه گفت 46 سال با این حکومت مشکل داشتم، یعنی در همون سال انقلابش هم من با این دار و دسته مشکل داشتیم، به هر حال بعد از مدت ها من به فکر افتادم وقتی که به واشنگتن اومدم 2006، که یک سری در واشنگتن هستند که اینها
از کمک های دولت آمریکا و جاهای دیگه بهرمند میشن برای پیش بردن یک سیاست هایی. و این سیاست ها خب دولت آمریکا مختار هست، هر کاری میخواد بکنه، من که تعیین کننده نیستم. اما موضوع معامله یک پاش و یک طرفش به ایران میرسه، یعنی به عنوان نقض حقوق بشر در ایران به اصطلاح پولهایی گرفته میشه و به جایی که به این موضوع پرداخته بشه و این موضوع برجسته بشه، مثلا قبل از انقلاب فرض کنید تعداد زندانیانی که سیاسی هم نبودن میگفتن ایران 100,000 زندانی سیاسی داره، یه همچین موضوع مبهم موهومی رو خلق کردن و بعد بزرگ کردن. که من یادمه مثلا در استخر لس آنجلس من رفته بودم سالی که بودم قبل از انقلاب، یه کسی آمریکایی بود تا منو دید گفت کجا ایران، تا گفتیم گفت ساواک، یعنی ایران رو با ساواک شروع کردن شناختن. خب یه همچی تبلیغات شده بود، کنفدراسیون دیگه نیست و بقیه. و این پول ها گرفته می شد انواع و اقسام. من شمردم حدود اون زمان 2006 تا 2010 تعداد زیادی سازمان در همین واشنگتن اطراف بود، حدود 14-15 سازمان که به عنوان حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران بودجه میگیرن و بعد هیچ اقدامی هم نمیشه، یعنی زخم ها و رنج های مردم ایران معامله میشه و پول به اینها میرسه و سپاه پاسدارانی که پاش روی حلقوم مردم ایران هست، کسی مانند خانم کار دفاع میکنه که نباید در تحریم ها قرار بگیره. اینا یه مقداری برای من روزنامه‌نگار حتی گیج کننده بود. رفتم حقیقتش دنبال این که ببینم اینا کیان، چه میکنن، چه کار میکنن. یک دوستی هم همراهی کرد، حقیقتش خب نمیتونستیم نرسیدیم، یا میبخشید مشاغل دیگه فرصت و دقت و خیلی وقت میخواد، خیلی انرژی میخواد، همت بلندی میخواد. یک مرتبه بعد از سالها که اینو تو تفسیر خبرم اشاره میکردیم که داریم تحقیق میکنیم هر چیزی، ولی خب راکت مون، یک مرتبه مثل یک موهبت آسمانی برای من روزنامه نگار، یک مرتبه دیدم خانم غزال مدیریانی پیدا شده که چنین کاری رو به دقت داره انجام میده، همون کاری که در روزنامه نگاری صحیح و درست غربی رایج بوده. دنباله یه پرونده رو گرفتن و رفتن و ریز واقعیت ها رو در آوردن جلو مردم گذاشتن برای قضاوت، بدون هیچ قضاوت. و این برای من روزنامه‌نگار یک نعمت بزرگ بود، برای من روزنامه‌نگار ایرانی. این شد که خواهش کردم که ایشون هم محبت کردن، پذیرفتن. دارم راجع به اهمیت کاری که ایشون میکنه رو صحبت میکنم. اهمیت کار ایشون از این بابت هست که این یک، ما این پرسش هست که چرا نیروهای ایرانی در خارج کشور به یک نقطه مشترکی که ایران باشه نمیرسن، نه اینکه عقاید سیاسی چه چیزی بعد از آزادی ایران، این نقطه مشترک نمیرسن به هم دیگه چه موانعی درش هست که نمیرسن. این بحثی است که من با آقای کوروش کلهر مدت‌های مدید چندین جلسه شخصی داشتم، درست؟ خب این موانع بعد وقتی دقت میکنیم میبینیم که عوامل زیادی هست، از انواع و اقسام سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی گرفته تا روسی گرفته تا سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگه مثل مثلا جمهوری آذربایجان حتی گرفته، تا دولت آمریکا گرفته، تا دولت‌های اروپایی، فضایی رو به وجود میارن که نشه. مدافعان حقوق بشر کسانی میشن که وظایف دیگه‌ای دارن، در اسناد اعلام شده خانم مدیریان میبینیم که خب یه کارهایی هم ظاهرا میکنن، وبسایتی دارن، اعدام‌ها رو منعکس میکنن، ایناست. و یک فضاهایی رو به وجود میارن که نشونه، یکی از نمونه هاش این قضیه نشست جورج تاونه که اگه قرار 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر بشینن کنار هم، بی صلاحیت ترین افراد رو میبینیم مثلا در اونجا در کنار مثلا ولیعهد ایران هست که بالاخره نماینده یک نهادیست، یک نمادیست و یک نماد پرخواستار در ایران، درست؟ حتی اگر مخالف باشه و این کارا رو میکنن و همین بلبشوی میشه که هست که این نعمتیست. و این نعمت که من میگم هست ایشون، نه اقراق، من هرگز در زندگیم کلمات قربانی نکردم برای خوش آمد عزیزانی حتی. و مهم هست این مکانیزم فلج کننده فضای خارج کشور رو که هیچ هماهنگی با فضای داخل نداره رو معرفی کردن به جامعه ایرانی. و این کاری که خانم غزال
مدیریان میکنه و برای من روزنامه نگار بسیار بسیار مهمه که تا اونجایی که میتونم این اهمیت رو بازتاب بدم. این نکته ایست که به طور بازم طولانی من توضیح دادم خدمتتون، ولی راجع به اوضاع من به طور خلاصه، حالا این خیلی خلاصه بگم خدمتتون، اوضاع خاورمیانه رسیده به یک دوراهی بسیار مهم، نقطه عطف بسیار مهم، و اون نقطه عطف اینه که آیا خاورمیانه باید به آرامش و صلح که نه آرامش همیشگی و امنیت مستمر و پیگیر برسه، یا نه همون اوضاعی که از دهه 40 میلادی بعد از تأسیس و استقلال اسرائیل آغاز شد همچنان ادامه پیدا کنه با یک آرامش نسبی. این یک دورایی تعیین کننده است. متولی ناآرامی های خاورمیانه بعد از دو جنگ بزرگ عرب و اسرائیل الان یک حکومت شیعه در ایران هست که خود این حکومت هم تبدیل به یک نظام سیاسی مستمر نشده، حتی مثل کره شمالی یا نظام های دموکراتیک. یک چیزی من درآوردی تجربه شکست خورده شیعه است. خب هم اسرائیل به این نتیجه رسیده که اسرائیلی ها الان در داخل اسرائیل مسئله عمده امنیت مستمره، یعنی نمیتونن دیگه اسرائیلی ها بعد از 7 اکتبر بشینن در اونجا و همچنان نگران باشن 4 سال دیگه عده‌ای بریزن در اسرائیل، تجاوز کنن، بکشن، اسیر ببرن و بقیه. شده این، آیا دولت میتونین امنیت مستمر برای ما تامین کنید یا نه؟ اعراب هم همینطور، کشورهای عرب به هیچ وجه روشونو برگردوندن، چون مسئله فلسطین و اسرائیل برای اونا دیگه اون اهمیت دهه 40 و 50 تا 80 رو هم نداره. دولت‌های عرب هم به عنوان رفع کوتی به قول ما خوزستانی یه حرفی میزنن. همه به این نتیجه رسیدن و حتی چین، روسیه به این نتیجه که یک امنیتی در منطقه برای گسترش سرمایه گذاری ها، برای گسترش نقش قابل پذیرش سیاسی روسیه، چون نقشی که الان داره قابل پذیرش از طرف بسیاری نیست، به یک تعادلی رسیدن. همه به این نتیجه رسیدن و اینه که آقای نتانیاهو حرفی رو که امثال من که نه خود من چند مدت هاست زدم، به این نتیجه رسیده که این حکومت در بسیار سریعتر از اونچه، این شعار نیست، واقعیت، ریزهای رویدادها رو کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که مجموعه ای که در تهران نتونسته یک نظام مستقر و پیگیر به وجود بیاره قطعا آینده نزدیکی نخواهد داشت. نظام هایی که خیلی مستقر هم بودن مثل شوروی نتونسته، این که این آینده ایست که در آستین رویدادهای خاورمیانه است. ببخشید من پرچونگی کردم، من ترجیح میدم بهرمند بشیم بیشتر از صحبت خانم غزال مدیریان که اطلاعات بیشتری در اختیار همه ما بزنه. بله دقیقا، سپاس از شما جناب چلنگی. من یه بار دیگه خواستم بگم دوستان سوالاشون رو میتونن در چت روم بنویسن و ما عنوان میکنیم حتما، یا اگر دوست دارن حضوری باشه تشریف بیارن بالا مادرتورا، بعد از بررسی اونها رو میارن بالا و میتونن سوالشون رو مطرح بکنن. خیلی ممنون و متشکر. با مهربانی عذرخواهی میکنم، با واتساپتونم اگه چک کنید ممنون میشم. چشم حتما، خیلی ممنون و متشکر. بانو غزال مدیریان خیلی ممنون و متشکر بازم که با ما هستید. میدونم جناب محمد تشریف آوردن بالا، سوالی از شما دارن، ولی پیش از اینکه ایشون سوالشون رو مطرح کنن، سوالی در مورد مسیح علی نژاد از شما شده و اینکه چگونه شما به پرونده ایشون رسیدید و این کارهایی که ایشون میکنن، پولایی که دریافت کردن به خاطر غرامت برای دادخواهی برای برادرشون، اینا رو اگر گفتن اطلاعات بیشتری در اختیار ما بذارید خیلی ممنون میشم. متشکرم. جناب محمد شما هم سوالی دارید بفرمایید که یک باره بانو مدیریان جواب بدم. بفرمایید جناب محمد، بفرمایید. درود بر شما میرشاد عزیز، مینا عزیز. اجازه بدید من یه چند دقیقه بمونم چون تازه اومدم توی اتاق، بعد هم کامنت خودم رو خواهم داد هم پرسش میکنم. باشه، خواهش میکنم. خانم غزال و آقای چالنگی عزیز که ارادت داریم خدمت. خواهش میکنم جناب محمد، مرسی. بفرمایید بانو مدیریان عزیز، شما رو میشنویم. متشکرم. منظورتون از پرونده علی نژاد دقیقا کدوم پرونده هست؟ منظور پرونده غرامتگیری ایشون هست؟ بله، غرامتگیری ایشون رو گفتن بانو مدیریان.
بله، خب این پرونده در دادگاه واشنگتن موجود، ثبت شده، تمام مراحلش، تمام مدارکی که از طرف ایشون و وکیلشون در این شکایت گنجانده شده از دسامبر 2019 که برای اولین بار شکایت ایشون ثبت شد تا ماه جون 2023 که رأی پایانی دادگاه داده شد، تمام مدارک در دادگاه منطقه‌ای واشنگتن موجود هست و دسترسی به اون هم با داشتن اشتراک پیسر قابل دسترسی هست. به هر حال مدارک این از اینکه چطور دست پیدا میکنم به مدارک. من تا یک من فکر میکنم اینجا خوب باشه که من یک روش یه شفاف سازی به اصطلاح بکنم برای این. فکر میکنم کلمه قرامت گیری، ببینید مسیح علی نژاد تا الان و از روی مدارکی که موجوده حکم 3,250,000 دلار قرامت از ایران برای درد و رنج ناشی از دستگیری برادرش، این حکم رو برنده شده. اما این به این معنا نیست که ایشون این مبلغ رو در همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم دریافت کرده باشه، گرچه ما از زمان دقیق دریافت این مبلغ مطلع نخواهیم شد، چرا که این قسمت مخفی هست در مورد تمام مدارک، تمام پرونده های غرامتگیری. قسمتی که روزی که میرن و پول رو دریافت میکنن یا در قسط های مختلف اونطور که هست دریافت میکنن، این رو علنی نمی کنن، این قانونش هست. اما اینکه مراحلی که باید برای گرفتن حکم به اجرا گذاشتن غرامت انجام بشه رو علی نژاد براش اقدام کرده و در حال حاضر منتظر گذشت دوران لازم، زمان لازم برای این هست که اگر از طرف جمهوری اسلامی اعتراضی بر حکم وارد نشه که معمولا تا امروز هیچ وقت اعتراضی صورت نگرفته، ایشون بعد از گذشت مدت زمان کافی به دادگاه رجوع میکنه و میگه که من چون پاسخی دریافت نکردم و اعتراضی بر این حکم نشده، آیا الان میتونم این حکم رو به اجرا بذارم؟ و دادگاه بهش میگه که بله، میتونی بری و حکم رو به اجرا بذاری. و از اون مرحله شروع میشه که ایشون میره در نوبت دریافت غرامت قرار میگیره یا دارایی و پولهایی رو که خودش و وکیلش یا گروهی که حالا هر کسی که باهاش همکاری میکنه کشف بکنه از دارایی های ایران، میتونن به دادگاه آمریکا اون دارایی رو معرفی بکنن و در صورت تصویب از طرف دادگاه اون به نفع این پرونده ایشون ضبط میشه و مبلغ غرامت از اون دارایی ها پرداخت میشه. بنابراین وقتی که میگیم مسیح علی نژاد حکم، مسیح علی نژاد غرامت گرفت، این اشتباه هست. مسیح علی نژاد حکم غرامت 3,250,000 دلاری رو گرفته، مبلغ رو تا اونجایی که من در جریان هستم فعلا دریافت نکرد. متشکرم. خیلی ممنون و متشکر در مورد توضیحاتتون، بی‌نهایت سپاسگزار بانو غزال مدیریان. سوال دیگری مطرح شده که آیا بانو مدیریان تا به حال روی پرونده آقای حامد اسماعیلیون هم کاری انجام دادن یا نه؟ اگر نه بفرمایید، اگر انجام شده اون رو هم توضیح بفرمایید. مرسی. مقصود از پرونده رو اینجا خب متوجه نمیشم، چون حامد اسماعیلیون منظور دقیقا کدوم پرونده خاصی ایشون در دادگاه فکر نمی کنم شخصا داشته باشه که بگیم پرونده حامد اسماعیلیون. منتها من چند مطلب همراه با مدرک از آقای اسماعیلیون منتشر کردم. بله، سپاسگزارم ازتون. من خوش آمد بگم به بانو فیروزه قفارپور که تشریف آوردن و همچنین بانو هایده توکلی که در آدینس تشریف دارن، براشون دعوت البته فرستادم و آقای مهدی زمانی رو هم به بالا دعوت کردم. دوستان هر کدوم مایل هستید تشریف بیارید. بار فیروزه جان خوش آمدید، بفرمایید، شما رو میشنم. سپاسگزارم مینا جان عزیز، خانم رضوانی،
درود میفرستم به آقای چالنگی عزیز که من ایشون رو واقعا درست 45 ساله که میشناسم و واقعا یکی از افرادی هستن که بسیار بسیار مورد احترام من هستن و به عنوان یک میهن پرست واقعی و خوشحالم که بگم بیطرف، ولی برای اعتقادات راسخشون 45 ساله در مسیری که هستن دارن می جنگن و من از زمان مصر ایشون رو فعالیتاشون رو میدونم، خودشونم میدونن. و بعد غزاله عزیز که من از همون ابتدا این دختر رو خوشحالم که کشف کردم و دیدم که چه دختری رو ما داریم که با تمام مبارزین چندین و چند ساله کاملا یک سبک مشخص متفاوتی داره، نه شعار میده، نه به قول معروف غیبت میکنه، از این چیزایی که میتونم اسم ببرم، و واقعا آغاز کارش رو با ارائه سند، مدرک و واقعیات. یعنی ممکن بود خیلی از چیزایی که غزاله عزیز تو این مدت اسناد رو کرد، خب من یا حتی مثلا خود جناب چالنگی رو من مطمئنم یا عزیزانی که هستن ما میدونستیم، ولی مدرک نداشتیم. یعنی مثلا شخصا من هرگز تخصص اینو نداشتم که برم، ولی خب دید و تجربه سیاسی من خیلی چیزا رو تشخیص میداد، حدس میزد، عملا میدید، ولی خب فایده نداشت، گذاشته میشد به حساب نظر شخصی. ولی کاری که غزاله کردیم بود که تمام اون دیدگاه یک کسی مثل من مبارزه 45 ساله رو که واقعا اعتقاد به اون عقیده هام داشتم و عقیده و برداشتام داشتم رو ثابت کرد. و این رو من واقعا غزاله عزیز به عنوان یک مبارز ازت تشکر میکنم، به عنوان کسی که تونستی تمام فریادهای ما رو در این سالها با سند و مدرک ثابت کنی. چون تا تو نبودی میذاشتن رو حساب نمیدونم پادشاهی، شاه اللهی، نمیدونم هرچی که میتونستن برای اینی که ما رو به قول معروف خلع سلاح کنن. و تو با این کارت یک به نظر من تحول عظیمی رو در زمینه فعالیت‌های اپوزیسیون آغاز کردی و واقعا بهت افتخار میکنم به عنوان مادر مبارز خیابونی، و خوشحالم که شما نسل جوان واقعا دارید چگونه حداقل زحمت‌های ماها رو دارید به نوعی ثابت میکنید. ممنونم از تو و ممنونم از آقای چالنگی که این جواهر رو در میگن یافتن و دارن در برنامه هاشون که من هر هفته نگاه میکنم به دنیا و به جوانای عزیز ایرانی. بله، قبل از اون من از صحبت‌های گرم و صمیمی و حمایت‌های خانم قفارپور نازنین تشکر میکنم و ما دنبال روی راه عزیزانی هستیم که از خیلی قبل تر از من برای این روشنگری ها تلاش کردن و ما در واقع منم تنها نیستم در این فضا و دوستان بسیاری در همین فضا به نحوه هر نحوه خاصی که از دستشون برمیاد حتما انجام وظیفه میکنن. در پاسخ به دوست خوبمون باید بگم که به محض این که هر گونه مدرکی داله بر دریافت فاند و تناقض‌گویی و آنچه که تا امروز در مورد هر شخصی فارغ از سوگیری سیاسی اون شخص من منتشر کردم، درباره هر تنها فردی که ادعای مبارزه برای آزادی ایران میکنه پیدا بکنم، من شخصا برام فرقی نمیکنه که اون فرد در چه جبهه‌ای فعالیت میکنه، من به اشتراک خواهم گذاشت. این کاریه که من انجام میدم، چون برای من نه به اصطلاح نهله خاصی درآمدزایی میکنه، نه
شهرتی به هم میزنم و امیدوارم هستم که خودم رو در این راه حفظ کنم و به اون مثلا منافع شخصی هرگز هرگز پام نلغزه و وارد نشم. و رسالت که برای خودم من تعیین کردم اینه که برام فرقی نمیکنه که چه کسی و چه نهلهی و چه سوگیری داره این فاند رو دریافت میکنه و بلا فاصله وقتی ببینم که سالهای زیادی میگذره، فاندی دریافت میشه، رقمهای نجومی گرفته میشه و تاثیرگذاری در حد صفر و منفی هست، این باید اعلام بشه. فرقی نمیکنه که شخص چقدر به چه جناحی نزدیک باشه. این اگر که تا امروز من از من چیزی منتشر نشده درباره افراد خاص، دو علت ممکنه داشته باشه: یک، بهش برخورد نکردم، دو، هنوز زمان بررسی اون اشخاص رو پیدا نکردم. اما این که نخوام به یک قسمتی وارد بشم فقط به صرف این که اون فرد یا افراد خودشون رو با به اصطلاح قسمت مورد علاقه من در سیاست پیوند زدن، خیر، اینطور نیست. متشکرم. ببخشید بانو رزگانی، خواهش میکنم. خیلی ممنون بانو غزال از توضیحاتتون. یکی از دوستان، من یه درود مجددم میگم به تمامی عزیزان که به جمع پیوستان و یه خوش اومدگویی ویژه. بانو غزال، یکی از دوستان دوتا سوال پرسیدن از شما. اول اینکه پرسیدن آیا شما با سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری در آلمان هم اطلاعاتی دارید، به عنوان مثال بنیاد هانریشبل. سوال دوم هم این بوده که شما آیا در مورد آقای فرج سرکوهی هم اطلاعاتی دارید که از این بنیادهای حقوق بشری فاندی دریافت کردن یا نه؟ ممنون از مطرح کردن پرسش ها. خیر، در هر دو در پاسخ من به هر دو پرسش منفی هست. من در مورد بنیاد هانریشبل اطلاعاتی ندارم. در زمینه منابع مالی و فاندی جناب سرکوهی هم هیچ اطلاعی ندارم. خیلی ممنون و متشکر. کاربری به نام انجلو پولوس هست که فکر میکنم مأمور جمهوری اسلامی در اتاق. دوستان مادرتور، ایشون رو بیرون کنید و چت رو پاک بکنید. خیلی ممنون و متشکر. حمله به این اتاق زیاد میشه به دلیل اینکه صحبتهایی در این اتاق میشه بسیار اصولی اساسی برای پیشبرد مبارزه با جمهوری اسلامی. به خاطر همین مأموراشون رو میفرستن که بخوان اتاق رو به حاشیه ببرن. خیلی ممنون و متشکرم. سوال دیگری بانو به نام هستی بیان کردن که از بانو غزال مدیریان بپرسید که در برنامه فائزه هاشمی و نرگس محمدی و نسرین ستوده و آزادی فائزه رفسنجانی، آیا ایشون اطلاعی دارند که این چه برنامه هست یا نه؟ اگر اطلاع دارن بازگو نمایند. خیلی ممنون، سپاس ازم. دوستان اینجا از این سوال خیلی خیلی خوب از جهتی که من میتونم یک توضیح خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید دوستان من، من فقط و فقط به مدارک رسمی منتشر شده در سامانه های دولتی کانادا و آمریکا دسترسی دارم و چون کاری که انجام میدم فقط و فقط با مدرک هست، بنابراین من هرگز دسترسی به مدارک داخل ایران ندارم و فکر میکنم که اصلا ورود به همچین بخشی برای من اصلا هم غیر ممکنه، هم مثلا وقت تلف کردنه، برای اینکه من فکر میکنم خود کسانی هم که در ایران هستن این سامانه ها جوری نیستش که مثل دنیای آزاد جوابگوی مردم باشه و شفاف باشه. بنابراین اگر که دوستان میخوام براشون خیلی راحت توضیح بدم، اینه که ببینید از یک سری مدارکی که این طرف به دست من میاد میتونم تحلیل های داشته باشم مبنی بر این که این دومینووار چجوری به داخل مربوط میشه، اما این که من بیام خدمت دوستان بگم من چیز خاصی در مورد آزادی فائزه هاشمی یا پروژه‌ای که خانم ستوده، خانم محمدی یا هر کدوم از این دوستان در داخل دارن من بتونم مستند صحبت کنم، دوستان خیر، به هیچ عنوان، چون من به هیچ مدرکی دسترسی ندارم از داخل.
و خیلی سعی میکنم که وارد این مسائل تحلیلی نشم. البته بعضی وقتها با داشتن تمام نشانه ها در دست این حق رو به خودم میدم که نتیجه گیری بکنم و اون رو در توییتر و اینستاگرام هم انتشار میدم. اما اینکه بخوام بگم من خبری دارم دوستان عزیز که کسی ازش اطلاع نداره، خیر به هیچ وجه. بعضی وقتا دوستان از من میپرسن یا جایی مطرح میشه که این خانم چرا فقط به اپوزیسیون، به هر حال حالا دوستان میگن اپوزیسیون، ما میگیم اپوزیسیون صادراتی و فیک، دوستان میگن چرا این خانم فقط به اپوزیسیون گیر میده و چرا به کسانی که در داخل دارن خیانت میکنن یا خود جمهوری اسلامی یا کسانی که به هر حال پول از جمهوری اسلامی میارن تو آمریکا. دقیقاً دلیل باز هم همین هست. دوستان مدرکی در اختیار من نیست که بخوام درباره اینها مفصل صحبت کنم. از اون گذشته من فکر نمی کنم که این موضوعات نیازی به اثبات داشته باشه. اینکه جمهوری اسلامی چی هست، چه ماهیتی داره و چه بلایی داره به سر مردم ما میاره، به نظر من نیاز به اثبات نداره. اما اون گرگهایی که در پوست میش در میان مردم دارن ادای اپوزیسیون رو در میارن، اونها من میتونم تا حدی کمک به شناسایی اونها بکنم. اما در هم اجازه بدید من وقت محدودم رو در همین زمینه بذارم و وظیفه خودم رو انجام بدم. متشکرم. سپاسگزار. من فکر میکنم که خیلی ممنون از توضیحتون بانو غزال. ساسان عزیز و سمایل عزیز کامنت دارن و محمد زمانی عزیز هم من فکر میکنم مایک زدن. ساسان جان. مرسی مرشد جان، بارون غزال، سپاس از شما و روشنگریاتون، همچنین جناب چالنگی عزیز، جناب کرهور و جناب ارجمند. بارون غزال، من حالا مسئله ای رو که میخوام از شما بپرسم و یکم دوست دارم که بیشتر بازش کنید، مسئله حقوق بشره. شما ببینید این حضراتی که الان شما اسم آوردید اکثرا به عنوان فعالین حقوق بشر و زیر اسم این فعالین دارن فعالیت میکنن و بودجه‌هایی رو هم که دریافت میکنن اصولا چند میلیون دلاری یا چند میلیون پوندی هست، حالا از انگلستان گرفته تا اتحادیه اروپا و کشورهای مثل کانادا و آمریکا. ولی خب از این طرف شما بیاید بررسی کنید وضعیت حقوق بشر در ایران یا وضعیت پناهندگی پناهندگان ایرانی رو، چون من با این مسئله خودم سر و کار دارم و دست و پنجه دارم نرم میکنم. از سال 2018 که سمیه پذیرش ایرانیان در بازرسان UNHCR 30% بوده، به یک باره این سمیه افت کرده و الان به زیر 1% رسیده. این فعالین حقوق بشر دقیقا در چه زمینه؟ فقط در زمینه اینه که این پولها رو بگیرن و توی جیبشون بذارن، یا در زمینه اینه که بچه های ایرانی توی زندان‌های ایران اعدام بشن یا زندان برن، که اینها فقط بتونن با توجه به همون رسانه‌های نوشتاری که الان براشون وجود داره و فکر کنم شما هم به خوبی میشناسید کدوم رسانه‌ها رو من دارم ازشون اسم میبرم، یه پولی رو از این مؤسسات بگیرن و بگن که آقا وضعیت حقوق بشر در ایران اینه و این پول‌ها رو برای هزینه‌های دیگه خودشون هزینه بکنن، هزینه‌های زندگیشون یا هر چیز دیگه. متأسفانه این یه واقعیته و هر کسی هم که این کلمه Human Rights Activists کنار اکانتش نوشته شده و باید بیاد پاسخگو باشه که ببینن دقیقا در زمینه حقوق بشر چه فعالیتی دارن میکنن که وضعیت بچهای ما اینچنینیه و اینچنین داره تحت فشار قرار میده این عزیزان رو، و همه این فعالین من فکر کنم زیر سوال هستن و باید پاسخگو باشن که چطوره، چون اصولا شما میدونید بچهای پادشاهی‌ها و ملیگرا دسترسی کمتری دارن به یک سری از مسائل، چون فان و رانت خیلی قوی پشتش هست. اسم آوردید شما، الان مثال زدید، این پولها رو به اینها نمیدن، اونهایی هم که دارن این کار رو میکنن اصلا بیخیال این مسائل این طرفی شدن. به نظر شما واقعا فعالیت دقیق اینها در چه زمینه‌ای هست؟ میتونن پاسخگو مردم باشن یا نه فقط بلدن برن این بودجه ها رو دریافت کنن و بعدم برای خودشون فقط رزومه سازی بکنن؟ مرسی ازتون. بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید دوست من و همه دوستانی که صدای منو میشنوید، این رو من از شما پاسخ این سوال رو با یک سوال مطرح میکنم. اینها پولشون رو از کی میگیرن؟ آیا از مردم ایران میگیرن؟ آیا از من و شما میگیرن؟ خیر، اینها پولشون رو از دولت آمریکا، از اتحادیه اروپا و دولت‌های محل تأسیسشون میگیرن.
فقط هم به اونها پاسخگو هستند. این واقعیت امره. یعنی چی؟ یعنی مثلا بنیاد، من مثال عرض میکنم، بنیاد برومند، خواهران برومند، اینها تمام فاندشون رو از دولت آمریکا دریافت میکنن و مؤسسه های مربوط به دولت آمریکا. خواهران برومند، بنیاد برومند، وظیفش اینه که فقط و فقط پاسخگوی دونرهای خودش، یعنی کسانی که بهش پول میدن باشه، همین. و اگر تا امروز هنوز بهش پول پرداخت شده و داره کار میکنه، دلیلش اینه که کارش رو برای اونها به خوبی انجام داده. چون دوستان، اینجا پول مفت به کسی نمیدن، واقعیتش اینه. و سوال اینجاست که در تعرفه، در صورت کاری و دستور کاری این مؤسسات چی هست و کجاش به نفع ماست، کجاش به درد ما میخوره، کجاش درد رو از ما دوا میکنه و کجاش نمیکنه. برمیگردم به سوال اولی که پاسخ گفتم. دوستان، این ثابت شده که حقوق بشر و چیزی که حقوق بشر آمریکایی و غربی تعریف کرده، یک پوسته‌ای هست برای، به قول استادم جمشید چالنگی، رفع کوتی. فقط برای این که باشه که هست. دلیلی من نمی‌بینم که اینها برای ما، به غیر از دلایل اخلاقی، دلایل وطن پرستانه، دلایل انسانی، دلایل وجدانی، دلایل چه میدونم راستی، شفافیت، برای ملت ایران پاسخی داشته باشند. در غیر این صورت از لحاظ قانونی خیر، به هیچ عنوان مسئولیت پاسخگویی به ما رو ندارن تا وقتی که در رسانه ها خودشون رو به نمایش نگذارند. اینجاست که قضیه عوض میشه. زمانی که اینها میان میشینن در رسانه ها، تریبون میگیرن و ادعاهای یکی پس از دیگری برای آزادی ایران، تحلیل وضع موجود، آینده ایران، چگونه به آزادی دست یابیم، ما چه کار کردیم و چه کار میکنیم، اونجاست که باید پاسخگوی حرفاشون باشن. اونجاست که از حالت انجام وظیفه برای دونرها و برای کسانی که تأمین مالشون میکنن، تبدیل میشن به یک پابلیک فیگر، آدمهایی که در جلو دوربین با مردم سخن میگن. و متاسفانه تا امروز این ثابت شده که آنچه جلوی دوربین این گونه رسانه ها به مردم گفته میشه، هم با سیاست سرمایه گذاران اون رسانه ها رو دنبال میکنه، که در نهایت متاسفانه تا امروز با منافع من و شما به عنوان شهروندان عادی و ملت ایران همسو نشده. متشکرم. صحبت بفرمایید. من میگم جناب چالنگم یه مقدار صدای نازنینشون شنیده بشه در اتاق. حتما بانو غزال. بله بفرمایید جناب چالنگی. خب لطف کردن خانم مدیری. اولا دوست عزیز، من یه موضوعی رو بگم که تو به عنوان روزنامه‌نگار و آقای هوشنگ اسدی هم خب روزنامه‌نگاری بودن، بعد از انقلاب در کنار آقای رحمان عاطفی گرداننده روزنامه کیهان بعد از انقلاب بودن، جانشین آقای طاهری. اینو من مایل بودم تصحیح کنم. بسیاری از حرفای شما رو پیشتر خانم مدیری هم پاسخ دادن و بله، لابیگری یک شغل اینجا در خیابان کی استریت واشنگتن، دفترهایی هست که به عنوان یک شغل مثلا میان، حتی شرکت های دارویی، شرکت های به اصطلاح حتی لباس، حتی جاهای مختلف، شرکت های مختلف میان و میخوان که پروموت کنن یک موضوعی رو، یا به تصویب کنگره آمریکا برسونن، یا همه این کارا یک شغل و یه حرف است. کسی مشکلی با این موضوع نداشت. آقای محمد توضیح دادن. بقیه موضوعات رو
خانم مدیریان توضیح داده بودن قبلا، یعنی به روشنی هم گفتن که اون قسمتش نه کسی هم نگفته جرمه و اینا هم یه فاندی نگذاشتن یه جایی بعد بگن هر کی زودتر رسید بیاد ورداره بره، نه با یک هدفهای این فاندا رو گذاشتن ایجاد کردن و دارن پرداخت میکنن و به اون هدفها و اینا هم خودشون رو پاسخگو همونطور که ایشون هم گفتن پاسخگو به اونها میدونن نه به مردم ایران، جایی مربوط میشن که پای مردم رو میکشن و از اونها قصد سوء استفاده دارن برای رسیدن به هدفهاشون. این به طور مختصر من گفتم و داشت یادم میرفت که عرض سلامم خدمت خانم فیروزه غفارپور عزیز دوست دیرینم داشته باشن و ممکن نیست که من با خانم غفارپور صحبت کنم یا یادی بکنم و یاد دوست مشترکمون که روانش شاد نزدیک میشیم به سالگرد در گذشتش بهروز عزیز بهروز سور صافی نیفتیم که اون هم که به یادش افتادم، مطمئنم فیروزه گرامی هم همینطور که فریادش بلند بود از همین اوضاعی که بود علیه همین افرادی که الان اسم میبریم به اضافه کسان دیگری که به هر حال اونها هم هستن که نوبت به اونها هم آسیاب به نوبت قطعاً خواهد رسید. روان بهروز سور اسرافیل هم شاد و همه کسانی که در مسیر بازگردوندن ایران به ایرانیا با هر عقیده و فکر و طرز فکری که داشتن روانشون شاد، به ویژه اونهایی که خالصا مخلصانه زندگی خودشون رو در مسیر ایران گذاشتن. من کوتاه میکنم سخن رو و خانم مدیریان در خدمتشون. من فقط به یک نکته اشاره بکنم که اسم مؤسسات راکفلر و سوروس رو آوردن. این خیلی جالبه که بدونیم ما لابی مشخص جمهوری اسلامی رو داریم و میشناسیم دیگه. از فاصله 3000 کیلومتری تریتا پارسی رو که میبینیم میگیم لابی جمهوری اسلامی، یا علی واعظ لابی جمهوری اسلامی. خب ما اینا رو میدونیم میشناسیم و موضعمون هم باهاشون مشخصه. جالب اینجاست که نایاک یک لابی ثبت شده در سیستم لابی های ایالات متحده هست. در فارا میتونید در سامانه FARA اگر که سرچ بکنید، سامانه فارا، میتونید که مدارک مربوط به لابی نایاک رو ببینید و بله بسیار هم قانونی هست و آن چیزی هم که در موارد ملاقاتشون با سناتورها و نمایندگان مجلس و دولت می نویسن در مورد مسائل روز ایران صحبت می کنن. یعنی تیتر اینه، حالا دقیقا در چه جزئیاتی وارد میشن رو ما نمی دونیم. به هر حال ما مشکلمون، یعنی شخص من مشکلم با لابی مخفی جمهوری اسلامی هست، یعنی لابی که جای ثبت نمیشه و جور دیگری وانمود میکنه، بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنه، خیلی هم رادیکال صحبت میکنه، تریبون در اختیارش هست، هر جا لازم باشه نقض حقوق بشر یا مخالفت با جمهوری اسلامی یا اعتراض به جنایت های جمهوری اسلامی مطرح بشه اینها رو میارن و در صفحه اول قرار میدن و خیلی هم تا مدتی باورپذیر بودن. اما من میخوام که به یک چیزی اشاره بکنم، اونم اینه که از تولید به مصرف. ببینید در مورد خانم علی نژاد من ایشون رو مثال میزنم، چرا؟ چون اطلاعاتم در مورد ایشون از همه موارد دیگه شخصا بیشتره، برای ایشون رو مثال میزنم. خانم علی نژاد اومد و یک صفحه فیسبوکی به راه انداخت به نام آزادی های یواشکی که قطعا حمایت های بیشماری پشتش بود. یعنی اگر شخص من میرفتم و صفحه آزادی های یواشکی رو همین الان با این مقداری که خب به هر حال شناخت از من وجود داره میزدم، همچین استقبالی نمیشد. ولی خب ببینید اولین سوالی که برای من مطرحه دوستان، چرا جمهوری اسلامی صفحه فیسبوک ایشون رو نزد؟ آیا تا حالا به این موضوع فکر کردید که چرا جمهوری اسلامی که هر وبسایتی و هر اکانتی و هر سامانه ای رو به راحتی بلاک میکنه و حذف میکنه، چطور این یکی رو حذف نکرد و باز گذاشت؟ خب سوال اول، یعنی واقعا نیتشون انقدر پاک بوده که میخواستن ادهی بتونن؟ برها میگذاریم. این که
چرا به سرعت فالوور گرفت و انقدر بالا. خیلی برای من جالبه که الان میدونیم چقدر فالوور فیک راحته خریدنش، درست کردنش و تزریقش. و الان که خانم علی نژاد به پایین ترین سطح محبوبیت که هیچی، به بالاترین سطح نفرت رسیده، هنوز 8 میلیون فالوور در اینستاگرام داره. من نمیدونم این 8 میلیون از کدوم نقاط اقصا نقاط دنیا فالوور ایشون هستن، یعنی آیا واقعا 8 میلیون فرد ایشون رو فالو دارن و علاقه مندن ببینن ایشون چه اقداماتی انجام میدن. من قضاوت نمی کنم، ولی از نظر من خیر اصلا اینطوری نیست. شاید 1-2-3 میلیون هم واقعا فالوور ایشون باشن و یادشون رفته باشه که اصلا ایشون وجود دارن که برن آنفالو بکنن. اما از تولید به مصرف اینه که وقتی میان میگن چرا مسیح علی نژاد خوب است و تاثیرگذار است، میگن چی؟ میگن ایشون انقدر فالوور داره. خب فالووری که خودت براش درست کردی رو بعدا به عنوان محبوبیت ایشون و سطح تاثیرگذاریش بگی، خب این هم به هر حال ترفندی هست. خب و بعد چه چیزی رو دنبال میکنه این قضیه؟ ببینید، اولا که چه مستقیم چه غیر مستقیم جمهوری اسلامی چراغ سبز رو به آمریکا و غرب داده که همکاری با علی نژاد مشکلی نیست. ببینید این واقعیت قضیه است. میخواید باور کنید، میخواید باور، میخواید بیاید و هی چه میدونم انکار بکنید و فوش و فوشکاری و نمیدونم، نه دیگه این قسمتش رو به شعور من توهین نکنید که بگید که نه ایشون بسیار هم مخالف جمهوری. خیر، اگر ایشون مخالف جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی ازش میترسید، با بایکوت کردن ایشون این ترس رو از بین، بایکوت کردن شخص مسیح علی نژاد برای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سخت نیست. میتونست خیلی راحت در اولین مذاکره با دموکرات‌ها و آمریکا بگه برنامه ایشون رو از صدای آمریکا حذف کنید. فکر میکنید این اتفاق نمیافتاد؟ جناب چالنگی به شما خواهند گفت که این اتفاق خیلی سریع و بسیار راحت میافتاد. کافی بود به بی بی سی، به آقای بهنود بگن که دیگه اجازه ندید مسیح علی نژاد با بی بی سی صحبت بکنه. در همون لندن گوشی رو دست تمام رسانه های لندنی میدادن که ایشون رو بایکوت کنید و این کار انجام میشد و مسیح علی نژاد به حاشیه میرفت و در خاطره ها گم میشد. پس جمهوری اسلامی خواسته که مسیح علی نژاد به این جایی که هستیم برسه. مشخصه که چرا خواسته و مشخصه که چرا به پروموت شدنش کمک کرده. قضیه رو بودن ایشون در سال 2021 که سناریویی است که هرگز قرار نیست اجرا بشه. چرا؟ چون از اول ارتباط با یک شخصی به عنوان یک کارآگاه خصوصی در نیویورک صورت میگیره که مشخصاً این شخص میره و این رو به اطلاع FBI میرسونه، چون وظیفه این اشخاص اینه. آیا اطلاعات جمهوری اسلامی اینقدر احمقه که بیاد و همچین کاری رو بکنه اگه بخواد کسی رو واقعا حذف بکنه؟ اگر اینقدر احمقه چرا تا حالا مونده جمهوری اسلامی؟ 2-4 تا دوستان عزیز، اینها میان 4 نفر به اسمهای واقعی یا مجازی از داخل خاک ایران، اینا هرگز دستگیر نخواهند شد چون اینا اصلا معلوم نیست وجود دارن ندارن، شروع میکنن به واتساپ مسیج کردن با یک کاراگاه خصوصی در نیویورک که تو برو از خونه مسیح علی نژاد فیلم و عکس تهیه کن. یعنی جمهوری اسلامی یک نفر آدم از خودش خب توی نیویورک آدم نداشت که بره به یک کاراگاه خصوصی آمریکایی استخدام بکنه بگه برو عکس و فیلم بگیر از خونه این خانم. و بعد در این مسیج ها یه جوری هک بکنن یکی از کامپیوترهای این 4 نفری رو که در وزارت اطلاعات فعالیت میکردن و در اون یک نقشه پیدا کنند از گوگل مپ که فاصله بین منهتن و ونزوئلا رو با قایق موتوری اندازه گرفته باشه. که چی؟ این یعنی این که قرار بوده ایشون رو از منهتن گونی سرش بذارن، بذارنش توی قایق موتوری ببرن ونزوئلا.
بعد از اونجا ببرن کجا؟ ببرن تهران و بعد به سرنوشت. و این این واقعا شرم‌آوره که زمانی که میومد و حرف میزد این خانم میگفتش که همون کاری که با روح الله زم کردن میخواستن با من بکنن. ایشون حتی به اندازه 100 میلیونیوم روح الله زم هم برای جمهوری اسلامی خطرناک نبود، چون روح الله زم با تمام اشتباهاتی که کرد 4 تا چیز رو لو داد که همچنان جمهوری اسلامی باش درگیره. مسیح علی نجات هیچ چیزی رو نه از جمهوری اسلامی برملا کرد و نه هیچ ضرری به جمهوری اسلامی تا الان که ما اینجا نشستیم نزده. این رو من به ضرس قاطع دارم میگم، با همه هم در این مورد حاضرم مناظره بکنم و بگم که چرا این حرف رو میزنم. خب از تولید به مصرف اینه که روزی که علی نجات پاش میرسه به ایالات متحده آمریکا یک نامه باعث این میشه. اون نامه از اعتماد ملیه، من مدارکش رو به اشتراک گذاشتم بارها. ایشون با مأموریت از طرف اعتماد ملی، از طرف حزب اعتماد ملی و روزنامه اعتماد ملی، با نامه‌ای که امضای محمد قوچانی پاش بود، تونست ویزای خبرنگاری بگیره، وارد آمریکا بشه که مثلا با اوباما دیدار کنه و اون دیدار هرگز انجام نشد. اما یک اتفاق دیگری افتاد، ایشون زیر چتر هیلاری کلینتون رفت. تمام. و وقتی شما وارد چنبره هیلاری کلینتون میشی یعنی چی؟ یعنی این که شما جزء اون زنجیره سیستمی میشی که تا امروز جز خیانت برای مردم ایران هیچ ثمره دیگری نداشته. آیا کسی هست که امروز کوچکترین مطالعه ای داشته باشه و ادعا کنه که هیلاری کلینتون به مردم ایران خیانت نکرده؟ من شک دارم. به هر حال آماده مناظره هستم. خب دارم میگم از تولید به مصرف. حالا بنیاد راکفلر با مدیریت استفان هینتس که از سال 2001 مدیریت بنیاد برادران راکفلر رو در اختیار گرفت، محمد جواد ظریف رو که اون زمان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود ملاقات میکنه، خیلی خوشش میاد از جواد ظریف به هر دلیلی و میگه با این میشه کانال زد، با این آدم میشه حرف زد. خب شاید بقیه که دیده بودن مثل جلیلی و سال حالا امثال اونها خب یه کلمه انگلیسی بلد نبودن و کلی انشا میمدن میخوندن و اون فجایعی که ما میبینیم الان اتفاق میفته از اینایی که میان و میرن، خب این یه نفر شاید به زبون اینا میتونسته صحبت کنه و براشون واقعا جالب بوده دیدن همچین شخصیتی از جمهوری اسلامی که فقط بتونه به زبون اینها صحبت کنه. نمیدونم، به هر حال جواد میشه دوست صمیمی استفان هینز. اینا با هم یک پروژه رو میسازن، این پروژه اسمش هست The Iran Project، وبسایتش موجوده، دوستان میتونن برن بزنن The Iran Project و این وبسایت میاد و نوشته که برای چی ایجاد شده، برای راه حل دوستی بین جمهوری اسلامی، البته اونا میگن ایران، و ایالات متحده و غرب. خب اینا چه کار میکنن؟ اینا میان یک سری ایرانی آمریکایی هایی رو که با جواد ظریف خودش تایید میکنه شروع میکنن به کار کردن. اینا کیان؟ ولی نصر، این یارو موسوی، حسین موسویانه، علی واعظه که بعدن اضافه میشه، آریان طباطبایی، چه که و که و چه و چه و اینا همه، و این هومن مجد، هومن مجد که از فامیلای خود خاتمی هم هست. اینها میان و میشن دلالان برجام، جوش دهندگان برجام، یا هر چی میخواین اسمش رو بذارید. اینا رو بنیاد راکفلر 4 میلیون دلار و بنیاد سوروس هم یک مقدار کمتر میدن به این پای این پروژه میذارن که بتونن این مماشات با جمهوری اسلامی رو پیش ببرن. و اینها بعد از یه مدتی که میبینن نه خیلی این جمهوری اسلامی بسیار وحشیه و نمیشه جلوشو گرفت، برای حداقل ظاهر سازی هم که شده، میان میگن که چی، ما باید خودمون هم دکان حقوق بشری هم وسط بزنیم. یعنی چی؟ یعنی یه پولی هم بدیم، یه مؤسسات حقوق بشری هم تحت لوای ما تشکیل بشه که ما نشون بدیم که نه، ما خیلی جلوتر از همه، حواسمون به حقوق بشر هم هست، واسه اونم برنامه داریم، برای اونم پول خرج میکنیم. و بعد جالب کانالی که از این به اون میزنن اینه که دلیل نقض حقوق بشر تحریم ها هست، دلیل نقض حقوق بشر خارج شدن ترامپ از برجام هست. اگر این
توافق صورت نگیره چه بسا بدتر هم میشه و اوضاع مردم و حقوق بشر 100 برابر بدتر از این میشه. بنابراین باید توافق کرد. اینها چیزی نیستش که من دارم بخوام تحلیل بکنم، اینها موجوده و تمام متونش رو همین مؤسسه ها در گزارش های خودشون به عنوان اول گزارش حقوق بشر رو میدن که چند نفر اعدام شدن، چند نفر کشته شدن، چند نفر کور شدن، چند نفر دچار معلولیت شدن و در نهایت می نویسن recommendation یعنی پیشنهاد. مذاکره بهترین راه برای حل این گونه مسائل هست. اینها همه مواردی هست که موجود. خب خانم علی نژاد که ادعا میکنه مخالف این مماشات هست و کاملا با قضیه مذاکره با جمهوری اسلامی مخالفه و ایشون خیلی ادای برند داره، توسط همین گروه تامین مالی میشه. دوستان اگر که یک چتر مشترکی داره تمام اینها رو تحت خودش تامین مالی میکنه، یعنی همه اینها دارن در واقع یک هدف رو دنبال میکنند و هر کدومشون با استعدادی که دارن ساز خودشون رو میزنن، ولی در نهایت اون سمفونی یک چیز هست و اون هم راه مماشات با حکومتیه که خوباج میده، سر به زنگا سرشو خم میکنه و معلوم نیست تا امروز چقدر از خاک منو بخشیده که بعد معلوم میشه وقتی که ایران آزاد میشه مالکین مختلف با دفتر دستکشون میان و میگن که چه موقع چه مقدار بهشون فروخته شده. ممنون. بله ممنون. من اطلاعاتی که از آبان تریبونال یا دادگاه آبان دارم در اختیارتون قرار میدم. این چیزیه که من توی تحقیقای خودم بهش رسیدم و بسیار موارد گنگی هنوز درباره این دادگاه نمادین وجود داره که باید پاسخ داده بشه. ببینید در این دادگاه، حالا اسمش رو میذاریم دادگاه، ولی در این تریبونال نمادین بودند شاهدانی که واقعا حقیقتا از داخل با مثلا به جان خریدن ریسک فراوان آنلاین می شدند و شهادت می دادند در مورد عزیزان کشته شدشون در آبان خونین. بعضی ها هم بودند که با مثلا خودش رو پوشونده بودند و به اسم شاهد که ما با اونا کاری نداریم، ولی بودن دوستانی که حقیقتا از خانواده کشته شدگان و قربانیان آبان بودن و به امید این اومدن و این ریسک رو پذیرفتن که در نهایت حقایق بیشتری از این جنایت ثبت بشه. اما متاسفانه آنچه که بعد از دادگاه اتفاق افتاد، بعد از این تریبونال نمایشی اتفاق افتاد، دقیقاً برعکس اون چیزی بود که به خاطرشون عزیزان شهادت دادن. رها بحرینی در گزارش خودش در امنستی اینترنشنال تعداد کشته شدگان رو 300 نفر اعلام کرد و این ثبت شد. یعنی آنچه که ما میدونیم بیش از بر طبق شهادت خانواده ها بالغ بر 1500 کشته مظلومانه در این خیزش وجود داره، به 300 نفر کاهش پیدا کرد و این ثبت شد بعد از آبان تریبونال. در جای دیگری در این گزارش اومد که در خوزستان یا بلوچستان، الان دقیقا خاطرم نیست کدوم، کسانی با داشتن سلاح به بسیجی ها حمله کردند که این متاسفانه باعث شد که داشتن اسلحه از طرف تظاهر کنندگان باگش باز بشه در این ریپورت و این خیلی نکته مهم و متاسفانه خیانتی بود که به خیزش آبان شد. این دو مورد بسیار بسیار مهمه به خاطر اینکه تقلیل داد آن جنایتی رو که در واقع
در آبان 98 اتفاق افتاده بود به 300 کشته و در مواردی تظاهر کنندگان که دارای سلاح بودن. مورد بعد اینه که مؤسسه‌ای که بانی این تریبونال نمایشی بود مؤسسه خانم شادی صدر بود، Justice for Iran، و ایشون این مؤسسه اعلام کرد که به همراه کولیشن نب اعدام که متشکل از چندین مؤسسه دیگر هست با هم این دادگاه رو تدارک دیده بودند. خب سوالی که من دارم اینه که هزینه این دادگاه چگونه تامین شد؟ از چه منبعی تامین شد؟ و چقدر هزینه این دادگاه بود؟ چون شما میدونید که برای گرفتن حتی اون مکانی که دادگاه درش انجام شده بود باید هزینه پرداخت میشد، برای تدارکات تمام سیستم های الکترونیکی و تکنیکی اونجا باید هزینه میشد، بعضی از شاهدان رو که به دادگاه آوردن هزینه داشت قضیهش و و و و و البته اینکه چقدر بودجه دریافت شد و چقدر از این بودجه واقعا هزینه شد و اینکه این بودجه رو چه کسی تامین کرد، چرا تامین کرد و به چه هدفی تامین کرد و در نهایت اینکه جمهوری اسلامی در این دادگاه محکوم شد چه اثری میتونه داشته باشه، این رو برای من شخصا مشخص نیست. اما اینکه ریپورتی که از این دادگاه در اومد چقدر صدمه زد به دادخواهی واقعی، این مسجل شد برای من. البته این فقط نظر من نیست، بلکه بر خانواده اعضای خانواده کسانی که اومده بودن و شهادت داده بودن این رو در یکی از اتاقهای کلاب هاست من فکر میکنم یا در سپیسی در توییتر هم مطرح کردن. و تنها موردی که من میتونم بهش اشاره بکنم اینه که این پولی اومد، بودجه اومد از جایی که مشخص نیست و خیلی ها از قبل این بودجه احتمالاً تغذیه شدن و در نهایت هم دیدیم که تعداد کشته ها، حداقل این برای ما مشخصه که نتیجهش این بود که به جای اینکه بیشتر از اون چیزی که خود جمهوری اسلامی شاید اعلام کرده بود به عنوان مثلا 200 تا 300 نفر حداقل بتونه عواقب و مگنیتود این جنایت رو به واقعیت نزدیکتر نشون بده، تایید کرد آنچه رو که این جمهوری اسلامی ادعا میکرد. در مورد کمیته حقیقتیاب، ببینید من شخصا با اطلاعاتی که دارم و مطالعاتی که دارم، سازمان ملل یک سازمان بسیار فاسده و هیچ وقت برای ملت ایران اونجوری که باید کار نکرده، درش بسیار فساد، بسیار سیستماتیک شده و هر جا که لازم بوده ضربه زده به ملتی که تحت پوششش مثلا قرار دارن، نه فقط ایران. متاسفانه باید بگم در زمینه کرونا دیدیم که چقدر ضعیف عمل کرد، درباره جنگ حماس با اسرائیل دیدیم چقدر داره ضعیف و کثیف عمل میکنه و چقدر کراپت و فاسده و دست‌های آلوده‌ای که در این سازمان وجود دارن متأسفانه کارشون رو تا حالا برای خود جمهوری اسلامی خیلی خیلی خوب انجام دادن. از همه این موارد فاحش‌تر این بود که بعد از جنایت جنبش 1401 ما دیدیم که در یکی از کنفرانس‌ها نماینده‌های جمهوری اسلامی در رأس اون توسط یون قرار داده شدن، چیزی که واقعاً باعث گریه و خنده همزمان شد. بنابراین شخصا همون وقتی که کمیته حقیقتیاب شکل گرفت خیلی چیز با اهمیتی به نظر نیومد،
بعدش هم که جمهوری اسلامی رو محکوم کرد، بازم به نظر من چیز، حالا این محکومیت چه عواقبی برای جمهوری اسلامی داره، ما میبینیم که همچنان نماید تا وقتی جمهوری اسلامی عضو سازمان ملل هست و پولش رو میپردازه، اونجا ویلکام هست و پزشکیان و هیئتش هم میرن و میان و چه اتفاق خاصی هم نمیفته. متشکرم. سپاس از شما بانو غزال. بفرمایید چیز جان، بفرمایید. فقط در ادامه صحبت غزال عزیز، چون یه عده از دوستان اطلاع دارن که اصلا نهضت یا گفتمان دادخواهی با اولین فریاد منوچهر بختیاری آغاز شد و یک کمپین دادخواهی را افتاد. در مورد اون تریبونال لندن یادمه که اینها یک اطلاعیه دادن همون زمان که کمپین دادخواهی فعال بود و تمام این دوستان از خانم شیرپیشه، آقای بختیاری، مادر پژمان، خیلی ها، همه آغاز دادخواهیشون با کمپین دادخواهی آغاز شد، که بعضی از بچه ها شاید توی این اتاق یادشون باشه که حتی توی همین کلاب هاست هم اتاقای 24 ساعته شبانه روزی داشت. تعدادی وقتی که آگهی تریبونال لندن رو دیده بودن که اومد با اون تومتراغ و که بیایید و ما میخواییم شکایت کنیم و دادگاه را بندازیم و اینا، این عزیزان در داخل ایران به هیچ عنوان نمیدونستن موضوع چیه و فکر کرده بودن واقعا قرار توسط سازمان ملل دادگاه واقعی باشه و خب با کمپین دادخواهی خیلی هاشون تماس گرفتن که بهشون روشن کردیم که نه، این یک دادگاه فقط نیست که دادگاه حقوقی باشه و فقط یه حالت سمبولیک داره و اینها. خیلی ها از شرکت منصرف شدن، چون که خود غزال عزیز باید اینو بدونه که اینها خیلی هاشون از نظر امنیتی در ایران در خطر بودن، به خاطر اینه که اطلاعاتی که از اینها در اون تریبونال میگرفته میشد خیلی خیلی اطلاعات مهم و اساسی بود و این اطلاعاتی که این تریبونال میگرفت معلوم نبود به کجا سر در میاره. از نظر غزال جان بودجش هم شما چون اینوستیگیتور ریپورتر قشنگ گفتن آقای کلهر هستین، آقای فامیلش رو هم درست نمیگم، آقای سمیه که اون آقای وکیلی که توی همون داده حمید سبی ایشون اصلا تا اونجایی که من شنیدم و این کار غزاله به نظر من، تمام هزینه های اون سازمان خانم اون شیرین و همون امین و اینا رو همه رو اون میده و اصلا برای آقای سمی کار میکنن اینا و آقای سمی ثروتمند خیلی و اون زمان من یادمه که گفته شد که هزینه تریبونال رو همه رو آقای سمی داده و برای همینم به دست شادی امین و اینا بود همه برنامه. برای آدم ترغیب بشه به اقدام بعدی برای کاری که میشه، همونطور که رضای عزیز اشاره کرد، خب آدم کار ما این هست، گوشه یه کاری مثلا جوانی فیلمی میسازه به گوشه زخمی از ایران میخوره، خب این وظیفه از آدم میره پیدا میکنه هر گامی که بر میداره. و یک نکته رو من در ارتباط با آنچه که خانم مدیریان گفتن، چون به صدای آمریکا اشاره کردن، مایل هستم بگم بله، مکانیزمی که اشاره کردن در حاشیه صحبت شما اضافه کنم که خیلی راحته برای جمهوری اسلامی، راحت بود در دوره اوباما هم که اخراج از صدای آمریکا، تعطیل برنامه، با اینکه من کارمند رسمی بودم و اخراج بسیار مشکله از طریق تا کسی که قرار داد داره، بله خیلی راحت اسناد و مدارکی که خود ایشون هم منتشر کردن بخش بزرگیشو، ولی جزئیات دیگه هم اینکه در نشست کنفه به اصطلاح عراق و همسایگانش که بعد از رفتن صدام و سقوط صدام هر ساله تشکیل می شود، در مصر تشکیل شد، جای مختلف و در بغداد، در به اصطلاح دور دوم حکومت اوباما، در حاشیه این نشست هیئت آمریکایی یک مذاکراتی هم با هیئت جمهوری اسلامی داشت که این یه سنت در نشست های دیپلماتیک عمومی، در حاشیهش مثل مجمع عمومی مکرون میره این پزشکیان رو ملاقات میکنه، میشینن مشکلات دارن گروگان آزاد کنن، گروگان بگیرن از این کارها بده بستون ها.
از اونجا مواردی آقای ویلیام برز رئیس هیئت آمریکایی بوده که الان رئیس CIA هست و ایشون نشستن صاف پرسیدن ما چی میگید شما چی میخواید، اونا هم در اومدن گفتن که ما از چیزایی که میخوایم ناراضی هستیم، آقای بوش رفته الان شما بازم چند ساله دشمنی خودتون با ما دارید ادامه میدیم، کدوم دشمنی؟ صدای آمریکا این بر چرا یه همچی برنامه رو چه تعطیل نمی کنید یا نمیبندید، کدوم برنامه؟ اسم یادداشت همه موارد اینا همه باز هست که میان و از خواهم خدمتون از مواردی که تقدیم میکنن به آقای اوباما چه هست، اینو میخوان اونو میخوان اینم هست، این چیه؟ خب اینو یه همچی برنامه فوربیننده است و محبوبیت داره و اینا فکر میکنن که، حالا من اینو از خودم میگم این قسمت شو، اینا فکر میکنن که مثلا من دوران بوش جورج بوش صبح زنگ میزنه های جم جمشید مثلا اینو بگو اونو نگو، اینطوری فکر می تصور هیئت ایرانی. اونا اصلا دستگاه اوباما گفتن خب این که چیز مهمی نیست، خب این برنامه تعطیل کن. از وزارت خارجه آدمی رو فرستادن در صدای آمریکا برای پرونده سازی برای ما، کار جزئیاتش رو میتونید مراجعه کنید، وبسایت خانم مدیریان هست خیلی راحت. بعد اون برنامه‌ای که برای صدای آمریکا پربیننده ترین بود 5 سال تمام و همه اینها، خیلی راحت از ما گفتن اخراج و حکم اخراج و 3 ماه خونه نشینی، بعد گفتن بیا اینو امضا کنید و رضایت دارید و همه چیز، این پولم بگیرید و این بازنشستگی و این بیمه و این و بشینیدم بگیم دلایل شخصی دارم کنارگیری میکنم از برنامه تفسیر خبر و اینها، که من گفتم خب خیلی راحت بود جواب، من گفتم چی چیزی من قبول نمی کنم چون این توهین و اهانت به من که نیست، فقط به تمام عزیزانش که در ایران به خاطر ایران، به خاطر آزادی، به خاطر منافع مشترک مردم ایران و همه جهان از جمله ملت آمریکا به زندان رفتن در زندان، و من همچین توهینی رو به هیچ قیمتی به مردم در ایران نمی کنم. ما رو به خیر، شما رو به سلامت. یعنی فرمایش خانم مدیریان میخوام بگم که گفتن ایشون اگر جمهوری اسلامی میخواست برنامه مضر باشه براش، خب بستن اون برنامه خب کار راحتی بود براش، برنامه و خیلی از چیزها رو من جلو دوربین در صدای آمریکا میرفتم و دیگه اواخر به جایی رسیده بود که میدونستم به برنامه زنده است، 3 جا نشستن دارن مانیتور میکنن لابی جمهوری اسلامی از تویتا پارسی جا دار دستش و بقیه، که یکیشون هم به طور تلفنی به طور مستقیم در تماس با رئیس وقت صدای بخش فارسی که بگن چی داره میگه فلانی رو آنتن چی نمیگه، بعد از هر برنامه مورد صحبت که آقا شما یه همچی چیزی گفتم، اونم شما هم نه کجا مترجم داشتن دیگه، همین حضرات بهشون تا اینکه در یه جلسه ای من دیگه صدام بلند شد، گفتم ما در فارسی یه چیز داریم که میگیم که پر حدود ما نذار، شما هم این حدود دومتون رو برای ما مشخص کنین که ما کجاست ما پاروش نذاریم، اون چی که ما انجام میدیم بر اساس به اصطلاح اساسنامه صدای آمریکا است و بقیه موضوعات که جزئیاتش مفصله من نمیخوام واردش بشم، فقط تاییده که نیازی هم به تایید نداره چون حرف غیر مستند هرگز نزدن سرکار خانم مدیریان در تکمیل حاشیه سخن ایشون، این رو بگم خیلی راحت اگر برنامه ای رو احساس خطری بکنه در این مورد به هر حال خیلی راحت به خصوص الان اخراج اون آدم یا به اصطلاح تعطیل کردن اون برنامه کار اساسا مشکل نیست، بسیارم کار ساده خواهد بود. سپاس از شما جناب چلنگی، خیلی در اختیارش قرار میگیره، اما بین کسانی که ایشون باش صحبت میکنه ایشون چند نفری رو که میدونه به هر حال میتونه بعدن حالا استفاده خودش رو بکنه به نظر من دستچین میکنه و شروع میکنه به برنامه ریزی رو این که خب
حالا شما که میخوای تو برنامه من بیای اینو بگو، اینجوری صحبت کن. اینا هم که دیدیم دیگه، چیزیه که خب پخش شده در فضای مجازی، ایشون چجوری تدریس میکنه به هر حال دادخواهی رو به سبک خودش. و جالب اینجاست که ایشون انگار که لایسنس یا لیسانس این افراد رو میخره، یعنی میاره توی دارایی های خودش و حالت مافیا ایجاد میکنه و شما دیگه میگید مثلا لیسانس این قربانی در اختیار علی نژاده و شما دیگه نمیتونید با این افراد مصاحبه بکنید، نمیتونید بهش کمک بکنید چون لیسانسش رو علی نژاد خریده. اینقدر قضیه سخیف و کثیف میشه، جوری میشه که من قبل از این کسان وارد این فضا بشم، در واقع کسانی رو که ایشون حمایت میکردن واقعا دیگه سعی میکردم به اخبارشون توجه نکنم و یه حساب دیگه براش باز میکردم، چون احساس میکردم که خب اینا منافعشون در هم تنیده است و خانواده یک قربانی هرگز چک سفید امضا نداره که به اندازه اون قربانی باید تقدیس بشه، به اندازه قربانی باید بهش نمیدونم تابو باید تصور بشه که اصلا نباید راجع بهشون صحبت کرد، نباید. نه نه، من اصلا به هیچ عنوان چنین اعتقادی رو ندارم و هر جایی هم که با حفظ احترام، با حفظ به هر حال اون شأن داغداری و دادخواهی انتقادم رو هم کردم و پرسشگریم رو کردم و خب تمله هم شده که بماند، ولی اشخاصی مثل آقای حامد اسماعیلیون و امثال هم که زیر چتر دادخواهی و خانواده قربانی قدرت‌های عجیب و غریب به دست میارن و یک شبه از هیچ به یک چیزی که فقط خودشون تعریفش میکنن تبدیل میشن، متاسفانه بدترین و بزرگترین ضربه رو به جنبش های دادخواهی همونها میزنن و این چیزی هستش که در اجندا و بسیار برنامه علی نژاد قرار داره که چگونه به این جنبش پتانسیلی که وجود داره و از این دادخواهی قراره بعداً چه جنبشی بلند بشه، چگونه به این ضربه بزنیم، چجور بریم از خود این جنبش قربانی پیدا کنیم و با همونها این جنبش رو سرکوب کنیم. و قسمت دوم سوالتون هم خیلی مختصر جواب میدم، چون آقای محمد تنگستانی که در این استیج قرار دارن خیلی بیشتر از من دانایی دارن در مورد این مسئله، مثل ایران وایر و بقیه. ببینید، اگر که از داخل به این رسانه ها خبر فرستاده نشه، اینا در واقع چیزی برای ارائه ندارن. اینا خبرشون رو مثل پکیج از داخل میگیرن و بزرگترین امتیازشون اینه که خبری رو زودتر از بقیه منتشر کنن، یعنی خبر دست اول به اصطلاح منتشر بکنن که بیان رو رأس اخبار. این بیزینس اینها هست، یعنی این چیزیه که من نمیگم حالا غلط یا درست، ولی اون رسانه‌ای که برای اولین بار یک خبر جنجالی رو منتشر میکنه، خب رسانه‌ای که برده توی اون فضا. و کسانی که با این رسانه‌ها در ارتباط هستن از داخل، که بعضن اخبار ضد اطلاعات هم بهشون میرسونن، اینها تعیین کننده هستن که اینها چه کسانی رو در گروهشون داشته باشن و چه کسانی رو نداشته باشن، چون اونها تعیین میکنن که کسانی که در این رسانه‌ها فعالیت میکنن از چه مختصاتی برخوردار باشه. عرض من تام. بله، ببینید، فعالیت که قضیه، حالا ببینید، من چون مدرکی در دست ندارم که آیا واقعا این پول گرفته شده، به کسی دیگه داده شده، قضیه چی بوده، گوفانمی قابل رصده، میتونید ببینید چقدر پول جمع شده، چقدر پرداخت شده، چقدر نشده. به هر حال این یک، به قول اینوریا، الیگیشن یا یک اتهامی هست که به علی ابراهیم زاده و گروهشون نسبت داده شد و اونها هم نتونستن دفاع شایانی از خودشون در اسپیس توییتری که برگزار شد انجام بدن. این واقعیت رو ما میدونیم که اتهام وارد شد و اونها هم هیچ توجیه و توضیح قابل قبولی ارائه ندادن. اما دوستان من، چقدر باید ما
چقدر باید بگذره که ما این افراد رو ندیده بشناسیم؟ سوال من اینجاست، چند سال، چند دهه، چند قرن باید بگذره که ما ببینیم، بدونیم وقتی کسی در کنار علی نژاد می ایسته و از قبال علی نژاد به چیزی، به مؤسسه‌ای، به اسمی دست پیدا میکنه فاسده؟ خب این چیزیه که ما از روز اول که من که وارد این فضا شدم، بعد از مدتی که کاملا تحقیقاتم در مورد علی نژاد کامل شد، اعلام کردم در توییتر که هر کس در کنار علی نژاد فعالیت میکنه 100% فاصله و ازش فاصله بگیرید. این توییت موجوده. من این رو بعد از اینکه کلی مدارک علی نژاد رو افشا کردم گفتم اصلا دیگه نپرسی کی، نپرسی چی، نپرسی حالا شاید خلافش اثبات بشه. از من به همه هموطنانم نصیحت، کسی در کنار علی نژاد بیسته و توسط علی نژاد پروموت بشه، توسط علی نژاد معرفی بشه، 100% فاصله و 100% باید از اینجا تا مریخ ازش فاصله بگیری. دوستان هنوز به اینها پول میدن؟ این خب باعث تعجب منه. این قضیه اخیراً اتفاق افتاده. علی ابراهیم زاده در توییتر و در فضاهای دیگه خیلی وقت پیش شروع به فحاشی علیه خانواده پهلوی کرد. خیلی وقت پیش، از همون زمانی که جنبش 1401 داشت در اوجش بود و این قضیه جورشان داشت شکل می گرفت، بدترین توهین ها که اصلا حتی از به اصطلاح لاتترین های این فضاها ما می بینیم هم رد کرد این شخصیت، این موجود، و چیزهایی می گفت که اصلا ما به بدترین دشمن خار زبونمون هم رومون نمیشه بگیم، و این رو به خانواده مثلا به شهبانو فرح که کسانی که حتی با سامانه پادشاهی مشکل دارن به این بانو، به این بانوی بزرگ احترام میگذارن، چون هیچ چیزی غیر از وقار و نجابت و درستی از این بانو هیچ کس با هیچ تفکری و با هیچ نهلی ندیده. این موجود دهانش رو باز میکرد و چیزهایی می نوشت که واقعا شرم می شه که حتی به یاد بیارم من اونها رو. این چیز جدیدی نبود. حالا ما می گیم که خب کسانی که به این شخصیت، به این اشخاص پول می فرستند شاید این رو ندونند، و خب نه، چون شما تو فضای مجازی هست که تقاضای پول میشه و در فضای مجازی این پول تراکنش ها انجام میشه. دوستان میتونن با یک سرچ ساده در فضای توییتر یا جایی که این هستن به هر حال به منش اینها پی ببرن، و این برای من خیلی تعریف شده نیست اگر بگن خب نمیدونستن. بنابراین من چیزی که باعث ریشه کنی اینها میشه اینه که همون چیزی که من گفتم، من نظر من رو اگه میخواییم بپرسی، نسخه ای که من میتونم الان ببیشم اینه، در کنار علی نژاد اگر قرار گرفته و از قبل علی نژاد اسمی درست کرده و داره باهاش فعالیت میکنه، تمام، فاسد است، مضر است، فاصله بگیرید. عرض من تمام. ببخشید من فقط راجع به این اگه اجازه دارم، چون یادم میره. ببینید این نفوذ جمهوری اسلامی و برای تخریب دادخواهی خیلی عمیق‌تر و مهمتر بود در تایید صحبت غزال عزیز، که دادخواهی یک جنبشی بود آغاز شد، که این واقعا دقیقا همون جمله‌ای که غزال گفت، این حرکتی میشد و بنا بود بشه که همه‌گیر باشه، فارغ از هر گونه ایدئولوژی ها و حزبی و نمیدونم از این حرفا. وقتی اولین بار منوچهر بختیاری با پرچم شیر و خورشید به خاطر قرارداد 25 ساله ایران و چین نیمه شب رفت کیش و مستقیم با خود من ارتباط داشت فقط و همسرش گرفته بود، اونجا دستگیرش کردن و حدود 5 ماه توی انفرادی امنیت بندر عباس بود. بعد از 5 ماه و نیم که آزاد شد، اولین صحبتی که با من کرد، این دیگه خود من شاهدم، به من گفتش که من در اونجا تنها بیشترین سوالاتی که از من شد از در مورد دادخواهی داشت می شد، و چیزی که من در این 5 ماه و نیم فهمیدم
به من رسما گفت قرار است رژیم خودش یک دادخواهی راه به اندازد از داخل ایران که در خارج مهندسیش دست خودش باشه. و دقیقاً آنچه که منوچهر بختیاری درست روز پس از آزادیش بعد از 5 ماه و نیم در زندان امنیت بندر عباس گفت، این وارنینگ بود، این اخطار بود که دستگاه امنیتی میخواد دادخواهی رو مهندسیش رو دست خودش بگیره و مطمئن باشید که برای دادخواهی و کمپین دادخواهی اینا شروع به فعالیت خواهند کرد و مهندسیش رو دست خودشون، چون خطر دادخواهی رو کاملا تشخیص دادن. خیلی مهمه که من به این موضوع اشاره کنم، چون مطالبش هم، این مدرکش هم من منتشر کردم. ببینید، در یکی از مقاله های خود علی نژاد قبل از اینکه ادای براندازی رو به خودش بگیره و با اصلاح طلبان بود، به صورت آشکار منتشر کرد که بعد از تمام فضاهای مجازی پاکش کرد، که خب البته ما میتونیم با آرشیو اینترنت بهش دست پیدا کنیم، به هر حال مدرکش رو من به اشتراک گذاشتم. داره تعریف میکنه خودش که من رفتم سال 2009 برای اینکه قبل از اینکه برم اوباما رو ببینم، وقتی ویزای آمریکام اومد، قبلش رفتم یک سفر ایران، یعنی از لندن، ایشون لندن اقدام میکنه برای گرفتن ویزا، ویزای آمریکا به دستش میرسه و تصمیم میگیره قبل از رفتن به آمریکا یه سفر به ایران بره. این خیلی عجیبه، خب چون شما به هر حال دلیلی نداره که قبل از رفتن به آمریکا، در حالی که در لندن سکونت دارید، یه سفرم به ایران برید. حالا میگذریم از این. و بعد میگه که من میترسیدم که وقتی برم اونجا از من بازجویی بشه، اذیتم بکنن. و به بهنود عزیز، با بهنود عزیز تماس گرفتم و گفتم تو رو خدا یه نامه چیزی بنویس و بگو که من حتی با بی بی سی هم مصاحبه نکردم و من به من کاری نداشته باشن. بهنود گفتش که نه، برو خیالت راحت باشه، با سر بالا از هوای وطن لذت ببر، چرا که نه تو هیچ کار اشتباهی نکردی، خلاصه برو و نگران نباش. ایشون میره ایران، اینا همه صحبت های خودشه، میره ایران و اونجا خیلی راحت وارد میشه و بعد حالا تماسی میگیرن بهش، میگن که حالا برای یه ملاقاتی با سعید مرتضوی برو به فلانجا و ایشون میخواد با شما گفتگو بکنه. خودش میگه که وقتی میره میشینه با سعید مرتضوی صحبت میکنه در این ملاقات خصوصی، قضیه به یه بگو مگو شوخی و اینجور چیزا میگذره، یعنی میگن و میشنون. و بعد خب ما میدونیم که پاسپورت رو در اختیارش میذارن و از ایران هم بدون هیچ مشکلی خارج میشه و میره به آمریکا و قص الهازا. این که در اون ملاقات با سعید مرتضوی چه گفتند و چه شنیدند سوال خیلی خوبیه که من دوست دارم ایشون که خیلی دوست دارن همه پاسخگو باشن به ایشون، اینو یک روز جواب بدن که شما چه گفتی با سعید مرتضوی و از او چه شنیدی و چه بین شما گذشت که در اوج بگیر بگیرها، وقتی همکاران شما در زندان بودند، اوج جنبش سبز، ماها همکاران شما در زندان بودند، شما خیلی راحت آمدی، مدتی ایران بودی، ملاقات هایی داشتی و بعد خیلی راحت خارج شدی و بعد هم که میبینیم دیگه چه منشی رو در پیش گرفتی، با این وجود اینکه میدانستن شما قراره به آمریکا بری، یعنی این سوال دوستان یه مقدار فقط کافیه که به این موضوع یکم فکر بکنیم که وقتی که تمام روزنامه نگاران اصلاح طلب، در واقع آنچه که ما شنیدیم، همه یا در بایکوت امنیتی هستن یا داخل زندان هستن یا دارن فرار میکنن و در اوج بگیر بگیرهای اونها هست، مسیح علی نژاد راحت از لندن وارد ایران میشه بدون اینکه هیچ مشکلی براش پیش بیاد و بعد راهی آمریکا میشه. و این سوالیه که خب من که جوابشون مشخصا میدونم، ایشون با ماموریت وارد خاک آمریکا شده و تا امروز هم به نظر من اون ماموریت رو داره انجام میده. حالا
چه اینجوری نیستش که مثل کاراگاه گجت هر دفعه یک نامه در خونش بیاد که الان برو این کار انجام بده و بعد از خوندن این نامه، خود به خود از بین میرود. خیر، اینطوری نیست. جمهوری اسلامی میدونه که چه شخصیتی رو برای این کار انتخاب کنه و چه شخصیتی رو برای این کار پروموت کنه و چه شخصیتی رو برای این کار بفرسته داخل تمام این سیستم. میدونه که چه کسیه که از شرف نداشتش برای این موضوع استفاده میکنه و خود فروختش رو هر مدل و هر پیشنهادی باز میفروشه و کسی که از خودش میگذره، از شرافت و از انسانیت خودش میگذره، خیلی راحت مهره هر دلار بالاتری هم قرار میگیره. اینه که اون گفت و شنود بین مرتضوی و علی نژاد به نظر من خیلی کلیدی هست در اینکه شما چجوری دادخواهان رو به بازی بگیری و از خودشون بر خودشون ضربه بزنی. متشکرم. اجازه بدید خانم مینا، چون موضوعی هست. بله بفرمایید جناب چلنگی، بفرمایید. اشاره کردن که مأموریتی که هست، بله ببینید، تولید رهبران، من عنوانش رو گذاشتم پلاستیکی، تولید رهبران پلاستیکی، تولید اپوزیسیونی که جایگزین نمایندگی واقعی مردم باشه، همه اینها رو هم صحبت کردن و هم استراتژی که جمهوری اسلامی داشته و این سنگر به سنگر جای رو تصرف کرده، از رسانه‌های دولت‌های دیگه که به این نشه رسیدن که ما حریف رسانه‌های دولت‌های دیگه نمیشیم ولی میتونیم بریم و اینا رو اشغال کنیم. از صدای آمریکا گرفت تا بقیه. به این موضوع من نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشم، ولی در صحبت‌هایی که غزال بانوی گرامی داشتن این رو اضافه کنم. یک رویداد رو که برای خود من در تفسیر خبر افتاد و بسیار مسئله برانگیز بود، یک روزی گروهی از مادران و کسان دیگه از خانم شیربیشه، مادر ابراهیمی کتابدار، و چند تن دیگه رفتن به اصطلاح زیارت آرامگاه سردار اسعد بختیاری در کوسوفه اصفهان. ما از قبل قرار گذاشتیم که با این نکته خیلی مهمه، این خاطرهشون حیف اینجا بازگو نشیم، از قبل قرار گذاشتیم که در همون عمومی اصفهان هست که گفتگو کنیم با کسی که این به اصطلاح سفر رو تدارک دیده بود. قرار گذاشتیم، خودش تماس گرفت با تهیه کننده برنامه و زمانی که در اونجا هستن، در محوطه آرامگاه سردار اسعد هستن، گفتگو کنیم و این امر انجام شد. فردای که حرکت کردن و اونجا بودن تماس گرفتیم و به طور، البته برنامه زنده نبود، ضبط میکردیم و صحبت میکردن، یک به یک صحبت میکردن. خانم مادر ابراهیمی کتابدار عزیز صحبت کرده، خانم شیربیشه، یکی دو نفر دیگه صحبت کردن، رسید به خانم شیربیشه، ایشون هم صحبت کرد. وسط صحبت ماموران انتظامی یا هر چه که هستن رسیدن و شروع کردن زدن و اینها همه در استودیوی مرکزی ایران فردا داره ضبط میشه، وسط برنامه است و این حمله ماموران هم ضبط شده، بگیر و ببند هم شروع شده و تمام افراد رو گرفتن، سوار اتوبوسی کردن و سلفون های اینا رو گرفتن. از اون لحظه به بعد هیچ تماسی امکان پذیر نشد، فقط یکی از تلفن های یکی از دو تلفنی که کسانی بودن که تهیه کننده برنامه داشت باشون تماس میگرد، چون برنامه شرکت کرده بودن قبلا و این برنامه هم، و یک نفر دیگه جواب داد و قطع کرد. یعنی خیلی روشن بود که ماموران انتظامی و احتمالا اگر امنیتی کسی باشون هست تلفن ها رو در اختیار خودشون دارن. نکته که اتفاق میفته،
نکته ای که اتفاق میفته بعد از ظهر همون روز ما این قسمتی تا اونجایی که ضبط شده بود در برنامه نشون دادیم و بقیهش خب به شکل دیگه ای برنامه تموم شد. این بخشی که حمله کردن تمام اینها جز یک سند مصور وجود داره. عرض کنم خدمتون، ولی بعد از ظهر همون روز یا اگر دقیق تر بخوام بگم کمتر از 24 ساعت بعد، خانم علی نژاد با یکی دو نفر از این بازداشتی ها از طریق همون تلفن ها داره صحبت میکنه و این برای من سوال برانگیزه. یعنی چگونه میشه که مثلا تلفن هایی که البته آزاد شده آزاد نشده بودن هنوز و بلافاصله میاد روی، بدون اینکه البته اشاره کنین اتفاق در کجا افتاد، به چه شکلی، ابتدایی ترین شرف روزنامه نگاری که در ایشون خب به سختی میشه پیدا کرد، لازمه بگیم اتفاق کجا در به چه شکلی بود که اینم توقع من ندارم از ایشون، و آمدن و در این رسانه های خودشون مطرح کردن که بله به اینها حمله کردن فلان. برای من سوال این بود که چگونه میشه، و این اولین مورد نبود، یک مورد بعدی هست که بماند اون داستان دیگری است، که چگونه میشه که این امکانو به این دوستان داده میشه و به این عزیزان که این تلفن ها در اختیارشون قرار میگیره، که بعد از اون مصاحبه که پخش شد که قرار شد که تلفن بزنیم که بپرسن که خب بیان و صحبت کنن، دیگه بازم ارتباط تهیه کننده من، تهیه کننده تفسیر خبر، همکار نازنین من سپنتای عزیز، امکان پذیر نشد. بعدن که امکانی به وجود اومد، بعدها یکی از کسانی که آزاد شده بود و صحبت کرده بود گفت بله ایشون گفته بود دیگه در این زمینه، بعد از آزادی به خود ایشون هم حتی گفته بود که البته ایشون زیاد زیر باره حرف نرم که با جای دیگه صحبت نکنید. این مجموعه بود گفتم در حاشیه صحبت‌های خانم غزالی گرامی دونسته بشی که این مافیا چگونه عمل میکنه که همه چیز تحت کنترل نهایتاً به اصطلاح سیاست‌های جمهوری اسلامی باشه و باندی سیاستگزارانی که در آمریکا همچنان خواستار ادامه جمهوری اسلامی هستن به نحوی و همه چیز رو در کنترل خودشون داشته باشن. ممنون. سپاس. من خوشحالم که این نزدیک به 3 ساعت اینجا خدمتتون بودم و به دقت گوش میکردم و متاسفم که مطالبی که اینجا گفته شد همش با واقعیت همراه نبود. و من در ابتدا از استاد عزیز جمشید چارلنگی درخواست میکنم که مطالبی که خانوم غزال گفتن و در اون 4 جلسه‌ای که با شما داشتن جناب چارلنگی همراه با برنامه کلاب هاوسی که داشتن برای شفافیت و حقیقت گویی، حالا ممکنه که از نظر شما این امکان نداشته باشه ولی مهم نیست، میشه در کلاب هاوس های مختلف این برنامه رو اجرا کرد، برای اینکه مطالبی که گفته شده در اون 4 جلسه که با شما بودن من مقدارش رو در زیر صفحات شما در یوتیوب پیام گذاشتم و اطلاع رسانی کردم. وارد اون نمیشم ولی این درخواست رو دارم برای اینکه نمیخوام فرصت دوستانی که اینجا هستن بیشتر بگیرم. از من از آخر شروع میکنم. آقای امید نجفی اشاره کردن که مربوط میشه به صحبتی که خانم رضوانی داشتن که سوالشون این بود که دادگاه نمادین در لندن چطور شد، به کجا رسید. من ارجاع میدم صحبت آقای نجفی رو که دنبالش رو خانم غزال گرفتن. دادگاه آقای حمید نوری در 2022 بود، در 2 سال پیش تقریبا، ولی تریبیونال در 2012 بود. بنابراین
کمرنگ شدن به فاصله تقریبا 10 سال یا بیشتر نمیتونسته کمرنگ بکنه حمید نوری رو، دادگاه حمید نوری رو. من از اینجا یه پرانتز باز میکنم، میخوام بگم که معذرت میخوام، اون ایران تریبونال بودش که 12 سال پیش بود. ایران تریبونال 12 سال پیش بود، اما تریبونال دادگاه آبان همزبان با دادگاه حمید نوری بود. معذرت میخوام. بله، من دارم روی تاریخ هایی که اینجا اشاره شد بر آقای عرشبت که سبیر و حمید سبیر رو مطرح کردن که بسیار مرد شرافتمندی هست، وکیل درجه یکی هست. راجع به این صحبت شده، بنابراین بر اساس اونم من صحبت میکنم. سوال بعدی که موضوع مطلی که بعدی که خانم رضوانی پرسش کردن راجع به این که حقیقت یاب، یعنی اون بله به کجا رسید، همونطور که به درستی اشاره کردین خانم رسانی در سال اول در تمام شواهد و مدارکی که داده شد به سازمان ملل جمهوری اسلامی رو محکوم کردن و چون تعداد پرونده ها بسیار بسیار زیاد بود درخواست شد از سازمان ملل که این حقیقتیاب و گسترش بدن و خوشبختانه مورد قبول قرار گرفت و 1 سال دیگه قرار شد که مطالب عرشبت حضورتون که به دادگاه برسه و اونا بتونن که مدرک تهیه بکنن و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن که مسلما محکوم خواهد شد. و میخوام بگم که این شاید اولین یا اگر اشتباه نکنم ممکنه دومین موقعی باشه که یک همچین کمیته حقیقتیابی در 75 سالگی 4 سالگی سازمان ملل تشکیل شده و بسیار بسیار مهمه. یعنی یه چیزی هست که خود سازمان ملل مسئولش هست، این غیر از اون چیزهایی است که ما در توسط چندین حقیقت یابی که مسئول دسک ایران بودن، میز ایران بودن و تا حالا حدود 5 تا آدم داشتن و آخریش هم یه خانم ژاپنی هست که قبلش هم آقای جاوید رحمان بودن که حدود 2 هفته پیش ماموریتشون تموم شد. من این قسمت رو رد میکنم میرم، فقط برای اینکه باز هم فرصت کم هست یک نکته دیگر هم اشاره میکنم. جناب کلهور که خدمتشون هم ارادت دارم، ایشون اشاره کردن که خانم مدیریان اینوستیگیتیو جورنالیست هستند. به گفته خود خانم مدیریان ایشون جورنالیست نیستند. آقای چالنگی هم چندین بار این موضوع رو مطرح کردن. جورنالیست بودن یک روشی داره، یک سیستمی داره که صحبت کارهایی که خانم مدیریان مطالبی که ایشون مطرح کردن و بعضی مواقع به صورت احساسی راجبش صحبت کردن که در آخر گفتن هر کسی که در کنار خانم علی نجات قرار بگیرد 100% فاسد است. این واژه ها واژه هایی نیست که آدم بخواد روش مطرح بکنه. ولی من میخوام چند قدم برم عقب. من حدود 18 صفحه یادداشت برداشتم از گفتان دوستان. نمیخوام 18 صفحه، نمیخوام بترسونمتون، 18 صفحه رو اینجا با راجبش صحبت بکنم، ولی من خلاصه میکنم در 2-3 دقیقه اگر به من اجازه بدین. من خانم علی نژاد و زندگیش رو به 2 قسمت، به 3 قسمت تقسیم میکنم. قسمت کودکی و نوجوانی که خودشون در نوشته هاشون، مصاحبه هاشون، همه چیز مطالب زندگی روستایی خودشون که قومی کلاه بود مطرح کردن. در این نوشته ها و سخن ها و مطالبی که گفتن و حتی همچنین در کتابشون اعلام کردن که در خارج از ازدواج در جوانی حامله شدن و این باعث ننگ خانواده و تمام کسانی که در اون قریه، در اون دهکده یا هر چیزی که بود باعث شد. میخوام بگم که این یه قسمته. قسمت دیگه است که در میان در ایران در مجلس و غیره
و خب چیزایی است که خودتون میدونید و میتونید ازش استفاده بکنید بدون اینکه من بخوام ازشون دفاع بکنم. این صحبتایی هم که من میکنم به عنوان خواهش میکنم به عنوان دفاع از ایشون قبول نگیرین، بلکه اون میخوام بگم که شما بعدش رو گفتین خوبش هم بگین، برای اینکه خانم علی‌نژاد در 14 سالی که در این حدود حالا چند ماه کم و زیاد که وارد آمریکا شدن، حدود 7 یا 8 سال اولش ایشون اصلاح طلب بودن و بعد از اون کم کم اون اصلاح طلبی ایشون، و اگر که مطالعه بکنید از روی عکس ها و صحبت هاشون متوجه میشین که یواش یواش تغییر ذهن دادن، تغییر عقیده دادن و رسیدن به الان به عرشبت حضورتون که هاردکور براندازی. خب اینو قسمتش رو داشته باشین. ولی من نکته ای که میخوام برای اینکه کوتاه بکنم، من در حقیقت علاقمندم که دوستانی که میخوان نقد بکنن یک تبلتشو که در وی او ای میذاره، صدای آمریکا میذاره، یا از نوت‌هایی که کرده و یا سخنرانی‌هایی که داشته باید نقد کرد، باید اونا رو هر کدومشو برداشت گوش کرد و نقد کرد. ولی اگر که بخوایم که به صورت چکی بگیم که این خانوم فاسده، این خانوم فلانه یا بهمانه، خیلی ایرادها داره، ما اصلا وارد این ایراداش نمیشیم، ولی از طرف دیگه خدماتی که این خانوم برای دختران و زنان ما کرده اشتباهاتی هم کرده، باید قبول کرد که بسیار کمک کرده. اون کمک ها رو نمیشه نادیده گرفت. در موردهای دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که خانم غزال گفته خودشون در یکی از برنامه های آقای چالنگی گفتن، ایشون 2.5 سال هست، اینو من نمیگم، ایشون گفتن 2.5 سال که دنبال کار آقای خانم علی‌نژاد هستن، بسیار عالی است. ولی من میخوام بگم که ما در کانادا که ایشون هم در کانادا هستن، خانم غزال به گفته دولت کانادا حدود 700 تا سردار، معاون وزیر، وزیر، کسانی که جانی هستند دستشون به خون مردم ایران هست، دزدانی که مثل آقای خاوری 3 میلیارد دلار به ترجمه اون موقع، به نرخ دلار اون موقع آوردن، و الان بسیار کسانی دیگه هستند در بریتیش پراپرتی ونکوور، در تورنتو، در اتاوا، مونترال هستند، اینجا حدود 700 تا که بعد پرونده هاشون در دست دولتی که دارن همراه با دوستان دیگه ای که مورد غضب خانم غزال هستند در پیگیری هستیم. افرادی مثل آقای پیام اخوان که قاضی اون سازمان های مختلف، نشست های مختلف بوده، آقای کاوه شهروز که جزء تیم برای پرواز 752 بوده، و کسان دیگه‌ای که مورد غضب خانم غزال هستند هست که دارن انجام میدن. ولی هیچ کدوم از این افرادی که از این 700 نفری که من خدمتتون عرض کردم، هیچ وقت خانم غزال راجبشون تحقیق نکرده، فقط و فقط مشکلشون در این مورد هست. من گلگی دارم از کسانی که با یک چشم به قضایا نگاه میکنن. بازم تکرار کنم، سپاسگزارم جناب جم. من میدونم دوستان شاید احتمالا کامنت بسیار زیادی رو داشته باشن روی صحبت‌های شما، اما اگر به مقدار
صحبت هایی که شما فرمودید، شما گفتید که به هیچ عنوان نمیخواید طرفداری بکنید، شما کاملا از این خانم طرفداری کردید. اگر مقدار ارادت مردم رو حتی فقط در همین فضا در این روم شما نگاه بکنید، در چت روم یک مراجعه بفرمایید، مقدار علاقه و محبت هموطنانتون رو نسبت به این خانم میبینید. حالا این رو بذارید در کل جامعه ایران که به چه وضعیتی چون دچار شدن و خانم غزال در اول روم یک مسئله رو مطرح کردن در مورد تعداد فالوورای این خانم که در این مدت چقدر ریزش پیدا کرده. حالا نمیخوایم وارد این مسئله بیشتر بشیم. اگر به شخصه شاش در روم دیگه در جای دیگه بود، خود منده به شخصه صحبت بسیار بسیاری داشتم در مقابل این مطالبی که شما ارائه دادید، اما به هر حال اینجا در این ببخشید اگر قبل از این که جمشید جان ببخشید، عذرخواهی میکنم، من قبل از شما بیادبی امکانش هست که بیادبی بکنم، یه جمله بگم بعد برم دیگه. من خواهش میکنم، چند دقیقه پیش قبل از که صحبت بکنم، میدونم یکی از بچه ها پرسید بود که چه کار کنیم که این اتفاق نیفته. فکر میکنم صحبت هایی که این آقا کردن قشنگ مشخصه که این هر صحبتی رو که این آقا کردن اگر نکنیم بدون تردید موفق خواهیم شد. یعنی تمام صحبت هایی که دوستمون داشتن رو اگر انجام ندیم، اگر عملی نکنیم، اگر عملیاتی نکنیم، بدون تردید موفق خواهیم شد. فکر می‌کنم مثال خیلی خوبی بودن، خیلی خوشحالم از اینکه با من صحبت کردن و این صحبت‌ها رو کردن و اینها. بعد در مورد بحث این که هم که گفت که غزال روزنامه نگار نیست، اصلا غزال من نشینم تا حالا جایی ادعای بکنه که روزنامه نگاره. بعدم اصلا مهم نیست دوست عزیز کی روزنامه نگار هست کی روزنامه نگار نیست. فردایی که بمیریم روی سنگ قبر هیچ کدوممون نمینویسن روزنامه نگار یا شهروند یا فعال سیاسی، مینویسن فلانی فرزند ایران. چه فرقی میکنه؟ بعد همین خواستم بگم. دمتون گرم و غزال جان دمت گرم از اینکه کارهای خوشگل انجام میدی، خیلی با کیفیت کار انجام میدی. من خودم مخاطب کارات هستم غزال مدیریان، و خیلی هوشیاری، خیلی ترتمیز، کیفیت خوب، خیلی با کوالیته خوب به چشم مخاطب اهمیت میدی، به کارهای گرافیکی خوشگل میکنی، دمت گرم، خیلی زیبا کار میکنی. در دولت به جون هرچی ایران ستیزه و هر کسی که مشکل داره با آزادی ایران بخوره. هیچ ترسی هم ندارم از اینکه دشمن پیدا بکنم، من لذت میبرم از داشتن دشمن. دمتون گرم. خوب، زمان شما هم گرم. من اجازه میدید من ببخشید من اجازه دارم بعدش به جناب استاد چالنگی بحث رو وقتشون هست، ولی من دوست دارم که حتما یه نکته ای رو بعد از جناب چالنگی اشاره کنم. ببخشید ببینید این سنت رو من چون با سنت های کلاب ها زیاد آشنا نیستم، چون مخاطب قرار دادن جناب افشینجان منو و وقتم واقعا خیلی طولانی است، الان حدود 4 ساعت هست. ببینید جناب افشینجم گرامی اول مطلبشون رو من متوجه نشدم، گفتن چند شماره صحبت داشتن یه توصیه به من میکردن که یه کاری بکنیم. اون کاری که ما پیشنهاد کردیم و خانم مدیریان هم پذیرفتن، نه تنها در این مورد، در تمام برنامه من همیشه گفتم که کسانی که اسمی ازشون برده میشه درهای برنامه بازه، تفسیر خبر بازه، کانال یوتیوب بازه، حتی از مسئولان جمهوری اسلامی هم ما گفتیم بیان بشینن صحبت کنن پاسخ بدن. حتی من از خانم مدیریان پرسیدم که شما مشکل ندارید با این موضوع، ایشون هم گفتن ابدا. بنابراین هیچ کدوم از اونها حاضر نشدن تا این لحظه بیان و در یک مناظره ای با خانم غزال مدیریان شرکت کنم. این راهیست برای یافتن حقیقتی که شما به صدا تردید دارید. بنابراین خب من به جناب افشینجم عزیز توصیه میکنم به دوستانی که اسمشون برده میشه بیان و در این مناظره شرکت کنن. خانم غزال مدیریان همونطوری هم که آقای تنگستانی اشاره کرد هرگز نگفتن روزنامه نگاره، منم هرگز عنوان روزنامه نگاریشون نگفتم، منم به کار آقای کلهور فقط گفتن. بله حالا اجازه بدید. آقای کلهور و به قول تنگستانی هم درد و بلای کارهایی که ایشون کرده بخور تو سر صدها روزنامه نگار هم نسل من مثل مسعود بهنود، اینم گفته باشه، بلکه هزاران مثل مسعود میرزای بهنود. جناب افشینجم عزیز اون قسمت اول حتما به من خواهید گفت، علی رغم
طولانی شدن برنامه. و بعد صحبت مجلس رو کرد آقای افشینجم که ایشون سابقا در مجلس بله ایشون وقتی اومد به آمریکا اومد در صدای آمریکا اونجا یکی دو بار ازش پرسیده شد که چه کاره هستین چه میکردی؟ خود من پرسیدم شما تو ایران چه میکردین؟ گفت خبرنگار پارلمانی بودم. من گفتم خانم جان شما اونجایی که کار میکردین پارلمان نبود. گفت پس چی بود؟ گفتم اونجا طویله بیشتر نبود، حتی طویله جاییست که حیواناتی که در اونجا نگهداری میشن عرض کنم خدمتتون یک تولیدات مفید داره. ببینید ادبیاتی که ما به کار میبریم نشون دهنده نگاه ما هست به موضوعات. این در روانشناسی سیاسی معنا داره، عمل میشه. من خانم مدیران خوشبختانه نیاز به هیچ مدافع و وکیل و سخنگویی ندارم، خودشون شست رفته بدون کلمه زیاد صحبت میکنن، حرفشون رو میزنن. ایشون گفتن من این کار رو انجام میدم، نشون دادن پلیدی های جمهوری اسلامی دیگه نیازی نیست. خاوری اگر دزدی کرده دیگه کاملا روشنه چگونه دزدی کرده. خب من توصیه دوستانم به آقای افشینجم و بقیه دوستانی که هستن برن و پیدا کنن، اونا هم یه کاری بکنن، یه کار عملی بکنن، برن دنبال این دزدها، برن پیدا کنن پرونده های این رو، دست به وکیل که دارن. همین آقای پیام اخوان که اشاره کردید یا آقای شهروز که من نمیشناسم ایشون وکیل هستن، برن پرونده های جزئیات دزدی ها رو پیدا کنن، اونا هم این کار رو بکنن. و گفتید که خانم غزال خانم ببخشید اسمش من این خانم جیغ بنفش ایشون کارهای مثبت کردن. خب شما بفرمایید، من انتظار داشتم از دوست نازنینم که بیان کارهای مثبت این خانم رو هم مسیح علی نژاد رو بگن. من گفت عیبه و همه رو گفتیم که جز عیب تشخیصی درش این نیستش که یه کسی هست. بله پرونده من شما و بقیه در ترازو ممکنه قرار بگیره که در چه زمینه کار مثبت کردیم کار منفی کردیم، بس بر سر این نیست، بس بر سر این هست که چه کسانی در چه مسیری به چه چیزهای خدمت کردن، بس بر سر اینه. خیلی از ماموران اطلاعاتی کشورهای دیگه، خب روس بوده ولی برای CIA کار کرده، آمریکایی بوده برای KGB کار کرده، اونو نمیان اینطوری ارزیابیش کنن چه یه کارهای مثبتی هم کرده یا منفی کرده. من تنها نکته مثبتی که در این خانم دیدم، بذاری بدون پرده بگم، واقعا این نکته بسیار مثبت است، بسیار مثبته. منو یاد یک شعر قدیمی تقریبا از یاد رفته انداخت، متعلق به هوشنگ ایرانی، شاعر دهه 30 فارسی خود ما. شعرم زیاد نگفت، بعدن هم در فرانسه هم فوت کرد. کارش هم این نبود، کارش هم حسابداری بود، که گفته که قار کبود، شعر موج عظیمی در دهه 30 در عرصه شعر و ادبیات را انداخت، و شعرش اینه که قار کبود می دود دست به گوش و فشرد پلک و خمیده، یک سر جیغ بنفش می کشد. ایشون منو یاد همچی شعری می دازه و به همین دلیل من اسم ایشون رو گذاشتم جیغ بنفش. ایران سرشار از کشته هاست، ایران سرشار از مردمان داغداره، ایران سرشار از فقره. اینجور نگاه کردن که کار مثبتی هم کردن کار منفی کردن، این نگاه راهبری نیست به نقطه‌ای که ما رو برسونه به جایی که به آزادی ایران برسونه. این باعث حرکت اون سمت نخواهد بود، چیزیست که باعث معطلی خواهد شد و تمام دستگاه‌هایی که میلیون‌ها دلار به اینها پول دادن معطل کردن مردم ایران هست، امید بستن به این و اون هست، و بعد این امید به دلسردی و نومیدی و دلمردگی. این سیاستیه که قدرت‌های بزرگ دنبال کردن در مورد ایران از طریق همین پادوهای مثل مسیح علی نژاد و مسیح علی نژادها بدون هیچ فرده ای. در طول تاریخ این بوده، تاریخ معاصر ایران، عوامل ایرانی قدرت‌های
خارجی بیشترین لطمه رو به عرصه سیاسی ایران زدن. به دوران محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنید که چه عوامل ایرانی ضرباتی زدن به هم نظام پادشاهی پیشین و هم زندگی مردم ایران. میبخشید طولانی شد ولی نمیتونستم، ارادت من به آقای افشین‌چپ قطعا بر سر جای خودش هست. از این گفتگوها ما به ایشون بسیار داشتیم. سپاسگزارم جناب. خیلی کوتاه میخوام در پاسخ فرمایشات جناب افشین‌چپ بگم که همونطور که روش من ارائه مدرک هست برای صحبت هایی که میکنم، لطفا اگر در نقض صحبت های من صحبتی دارید یا نقض مدرک رو ارائه بفرمایید یا با مدرک بر در نقض صحبت‌های من صحبت بفرمایید. به عنوان مثال اگر که روی یک مدرک خاصی شک دارید، اون مدرک یا اثبات این رو دارید که مدرک به اصطلاح مستند نیست یا مدرک ساختگیه یا مدرک موثق نیست، لطفاً با مدرکی که این نقض رو اثبات می‌کنه صحبت کنید. و در صورتی که میخواهید از خدمات خانم علی نژاد صحبت کنید، لطفاً مدرک این خدمات رو ارائه کنید. مثلا ما در سیستم حقوق بشر qualitative and quantitative impact داریم، یعنی اینها یک گروهی رو که مورد توجه قرار میدن بر برنامه خاصی مورد مطالعه قرار میدن و میگن با اقدامات ما این گروه از موقعیت A به موقعیت B رسیده. این گروه افراد محدودی هستند که در طول پروژه خدمات بهشون ارائه میشه و در آخر پروژه وضعیتشون دوباره سنجی میشه و این بارومتر در اختیار کسانی که اونها رو مطالعه میکنن قرار میده و بعد هم در اختیار کسانی که هزینه ها رو پرداخت کردن قرار میگیره و اینجوری اثبات میکنن که این طرح داره با موفقیت انجام میشه و به هر حال نتیجه مطالعات و اقدامات خودشون رو ارائه میدن. من فقط در این صورت که یک همچین مطالعه ای در مورد فعالیت های خانم علی نژاد درباره بانوان ایرانی ارائه بشه میپذیرم که این خانم کاری انجام داده که اولا روی اصول و سیستم بوده و بعد هم نتایجی برای ارائه داره. متشکرم. عرض من تمام.